من ضبط برنامه رو شروع کردم. من مجدد سلام عرض کنم خدمت همه دوستانی که به جلسه ملحق شدن. سلام میکنم خدمت آقای منصوری، ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار ما قرار دادین. این هفته دومی هست که ما در خدمتتون هستیم با سمینارهای مهاجرت، و همونطور که دوستان میدونن امروز آشنایی با برنامه های مهاجرتی با تکیه بر فارغ التحصیلان مراکز آموزشی و سکیل ورکر هست و نیروی متخصص کار. در خدمت آقای منصوری هستیم. من وقتتون رو نمیگیرم، بفرمایید در خدمت هستیم. من همونطور که گفتم سوالا رو در طول برنامه مطرح میکنم. فقط این نکته رو از دوستان بخوام، با توجه به اینکه تعداد شرکت کنندگان زیاد هست، اگر لطف کنین در قسمت چت سوالاتتون رو بنویسین، من به ترتیب همه رو میخونم، یا اینکه اگر میخواین میکروفونتون باز شه از گزینه پارتیسیپنت ریز هند رو بزنین و بعد اونجا صداتون میکنیم که میکروفونتون رو باز کنین. چون تعداد زیاد هست، اگر که تأخیری شد که اسمتون رو صدا کنیم، پیشا پیش پوزش میخوایم و ممنونیم که این همکاری رو با ما دارین. بفهمید دارین. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان و سپاس از شما جناب شکوری و سایر دوستان مؤسسه پند که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن در خدمت دوستان باشیم. همطور که فرمودید این جلسه دومه سلسله برنامه‌ای هست که توسط مؤسسه مهاجرتی روادید برگزار میشه. تاکید ما این هست که در این برنامه روش‌های اسکیل ورکری که برای نیروهای متخصص به ویژه برای فارغ التحصیلان دانشجویانی که در کانادا هستند در حال حاضر بهشون معرفی بشه. با توجه به کم بوده وقتی که داریم، ممکنه که تمام برنامه ها رو نرسیم در مورشان توضیح بدیم، اما بسیاری از برنامه هایی که برای شما مفید خواهند بود با جزئیات بالا حتما اعلام خواهد شد بهتون. همه این موارد فقط بعضی برنامه های افتانی هست که ممکنه که کم بوده وقت پیدا بکنیم، اما امیدواریم که بیشتر موارد رو بتونیم پوشش بدیم. توضیح هست درباره کانادین اسکیل ورکر، چه در برنامه های فدرال و چه برنامه های استانی یا ستا مناطق شمالی کانادا. اون چیزی که به ترتیب با همدیگه مرور خواهیم کرد، ابتدا فدرال اسکیل ورکر هست، فدرال اسکیل ترید پروگرام، کانادین اکسپریانس برای افرادی که سابقه کار کانادایی دارن، دو تا روش استانی مربوط به اونتاریو و بریتیش کولومبیا رو با تمام جزئیات با هم دیگه مرور خواهیم کرد و در ادامه به سایر استان‌ها خواهیم پرداخت. قبل از اینکه برنامه شروع بشه، من یه سری سوالاتی که دوستان پرسیده بودن رو دیدم داخل چت باکس نوشته بودن. بیشتر این سوالات در همین اسلایدهای پیش رو پاسخ داده خواهد شد، به جز یکی دو مورد که بحث بود برای تغییرش دانشگاهی یا تمدید ورک پرمیت. با توجه به اینکه این برنامه درباره روش‌های مهاجرتی اسکیل ورکر هست، بهشون پرداخته نمیشه که جداگانه در خدمت دوستان خواهیم بود. شروع کار ما با برنامه‌های فدرال خواهد بود. برنامه‌های فدرال به طور کلی به اکسپرس اینتری معروف هستن، اما خوبه که بدون اکسپرس اینتری فقط اون حالت عادی به عبارت فدرال اسکیل ورکر نیست. یک پلتفرم هست اکسپرس اینتری برای اینکه تمام کارها به صورت روش‌های مهاجرتی به صورت عادلانه بین کاندیداهای مختلف بخواد پخش بشه. به صورت فرست کام فرست سرو نیست که اولین نفراتی که بیان و ثبت نام بکنن داخلشون نفرات اولی باشن که موفق بشن به کانادا مهاجرت بکنن. در حقیقت یک روشی هست برای اینکه افراد نخبه‌تر، افرادی که مجموع امتیازات بیشتری دارند و لایق‌تر هستند، بتونن اقامت دائم کانادا رو دریافت بکنن. اکسپرس اینتری خودش تا روش جداگونه است. فدرال اسکیل ورکر این چیزی هست که بین عوام معمولاً به اکسپرس اینتری معروفه. فدرال اسکیل ترید پروگرام هست و سابقه کانادایی یا کانادین اکسپریانس کلاس. هر رو با دیتیل کامل در موردشون صحبت خواهیم کرد، چون من دیدم که اشکالات خیلی زیادی توی محاسبات به وجود میاد
دوستان خیلی زیادی، حالا چه وقت مشاوره چه در گروه های ما، سوالاتی میپرسن که مشخصه که نکات حریفی که هر کدوم از این موارد دارن رو متوجه نشدن یا دقت کافی نداشتن برش. با مورد اول یا فدرال اسکیل ورکر، همون اکسپرس انتری معروف در بین مردم، شروع میکنیم. آیتم هایی که بسیار مهم هستن برای این روش سن افراده. موقعی که افراد سنشون بالای 34-35 بشه، حتما باید از روش های دیگری، مثلا با توجه به نمره زبانشون، با آیلتس به فرض جنرال 8 به بالا بتونن امتیازشون رو جبران بکنن. تحصیلات بسیار مهمه، سوابق کاری که دارن چه در کانادا چه خارج از کانادا، اما در حد اکثر 6 سال گذشته قابل محاسبه. اگر جاب آفر داشته باشن از کانادا، آیتم بسیار مهمی خواهد بود در اولویشن اولیه تا 10 امتیاز و در مرحله نهایی 50 یا 200 امتیاز رو افراد خواهند گرفت. همینطور که عرض کردم، نمره زبان، اگر یک نفر بتونه هر دوتا نمره زبان برای انگلیسی و فرانسوی رو داشته باشه که بسیار عالی خواهد بود، روش های بسیار بیشتری رو امکان شرکت خواهند داشت و ادابتابیلیتی که شامل موارد زیادی میشه، از جمله داشتن فامیل درجه یک که پی آر یا سیتیزن کانادا باشن، سوابق قبلی تحصیل در کانادا و یا کار کردن در کانادا توسط خود متقاضی یا برای متأهلین همسرشون. این اولین نکته مهمی هست که میخوام اینجا مراجعه بکنم. داخل چند روز گذشته من چندین مورد رو دیدم سوالی کردن، گفتن که من دارم امتیازم رو حساب میکنم با کلکولیتوری که خود وزارت مهاجرت داره، به نظر میاد من امتیاز بالایی دارم و انتخاب میشم، اما همون اول کار به من میگه الیجیبل نیستی. این به خاطر این هست که با توجه داشته باشید روش فدرال اسکیل ورکر دو مرحله ای هست. مرحله اولش یک گرید امتیازی 100 امتیازی داره که شما حتما باید برایش 67 امتیاز از اون رو گرفته باشید که واجد شرایط بشید، که وارد پول بشید، و بعد از اینکه واجد شرایط شدید تا اون امتیاز هایی هست که میبینید اعلام میکنه هر ادگاهی که مثلا 480 امتیاز به بالا انتخاب شدن یا برای کانادین اکسپریانس به فرض 450 به بالا انتخاب شدن. اون مرحله دوم هست. اما برای اینکه این 67 امتیاز رو شما بخواید حساب بکنید، باید حالا توی اسلاید های بعد بهش میرسیم که به چه صورت باید این امتیاز رو حساب بکنید. چند تا نکته دیگه هست که باز هم برای الیجیبل شدن شما باید این شرایط اولیه رو داشته باشید. یکیش شرایط سابقه کار شما هست. شما یا با سابقه کار مدیریتی یا اسکیل تایپ نیرو پروفیشنال در حد لول A یا تکنیکال داشته باشید که در حد B باشه. این پایین ترینش که شغل B هست، افرادی هستن که حداقل تحصیلات کالجی رو احتیاج دارن و در حد تکنیسیان به بالا هستن. در نتیجه اگر که شما داخل وبسایت مراجعه بکنید، هم وبسایت مهاجرتی روادید رو میتونید، هم وزارت مهاجرت، در هر دوتا سابقه کارتون ناکتون رو NOC رو دقیقاً پیدا بکنید، ببینید در چه لولی هستید. اگر که لول شما پایین‌تر از B باشه، متأسفانه شما الیجیبل نخواهید بود، هر چقدر هم بقیه امتیازاتتون شما رو برسونه به حد 67 امتیاز. مورد بعدی کار در دوران دانشجویی هست. در این روش اگر شما کار دانشجویی انجام داده باشید اما حقوق گرفته باشید، براتون قابل محاسبه است. بدیهیه که در دوران دانشجویی شما کار فول تایم نمیتونید انجام بدید و کار شما عملا پارت تایم خواهد بود، اما اگر که در این کار شما حقوق دریافت بکنید
یا حتی به صورت کامیشن به شما پرداختی انجام بشه. و همچنین شرط دوم که این کار شما به صورت دائمی باشه، ادامه دار باشه، این سابقه کار شما قابل محاسبه خواهد بود. اینکه به فرض داخل یک ترم شما 2 ماه کار بکنید، ترم بعدش 1 ماه کار کرده باشید و به همین صورت با توجه به کانتینیوس نبودنش متأسفانه قابل قبول نیست. اما چه سوابق کاری برای شما محاسبه خواهد شد؟ سابقه کاری رو که میخواید اعلام بکنید و امتیاز بگیرید براش، دقیقاً ناکش باید با اون سابقه کتبی که ارائه میدید یکی باشه. این حداکثر 6 سالی که قابل قبول خواهد بود باید در 10 سال گذشته باشه. بفرض شما برای پی اچ دی تشریف آوردید کانادا، پی اچ دی شما 5 سال 6 سال طول کشیده و بعد حساب میکنید، میگید که من قبل از اینکه پی اچ دی مو شروع بکنم به فرض داخل ایران 10 سال سابقه کار داشتم، اما امتیاز کافی رو به من ندادن. به خاطر چیه؟ خب به خاطر این هست که شما قبل از اینکه درستون تموم بشه توی 10 سال قبل رو در نهایت حساب میکنن. شما اگه 5 سال درستون طول کشیده باشه در نهایت 5 سال سابقه کار آخرتون قبل از ورود رو شما امتیازش رو میگیرید، نه تموم اون مدت زمانی رو که کار کردید. اگر که شما به صورت والنتیر جایی کار کرده باشید متأسفانه امتیازی به شما تعلق نخواهد گرفت. نحوه محاسبه امتیازات هم به این صورت خواهد بود که تمام اون 1 سالها حتما باید کانتینیوس باشن. اگر وقفه‌ای شامل شده باشه متأسفانه قابل محاسبه نخواهد بود. این کار چه برای کارهای فول تایم چه برای پارت تایم همشون به همین صورت هستن. بفرض اگه که شما فول تایم باشید باید حداقل 3 ساعت در هفته برای 12 ماه تمام کار کرده باشید، یا اگه پارت تایم باشید بفرض 15 ساعت در هفته برای 24 ماه به صورت کانتینیوس کار کرده باشید، که این کار کردن شما میتونه برای 1 کارفرما باشه یا برای بیش از 1 کارفرما. فقط باید توجه داشته باشید که اگر شما احیانا اضافه کاری داشته باشید این اضافه کارها کمکی عملا به شما نخواهد کرد. بفرض گفته میشه که اگر فول تایم 1 سال باشه معادل 1560 ساعت میشه. اگر یک نفر بیاد بگه من 10 ماه کار کردم و در این 10 ماه 1560 ساعت رو تونستم تکمیل بکنم، متأسفانه قابل قبول نیست. شرط دیگری که هست شرط نمره زبان چه انگلیسی چه فرانسوی در هر 4 تا اسکیل. برای این روش حد اقلی که قابل قبول هست در حد Canadian Language Benchmark یا CLB 7 هست و 7 رو باید شما در هر 4 تا اسکیل داشته باشید. اگه خدایی نکرده همشون 9 باشه اما یکیش به حد CLB 7 نرسید، باز هم متأسفانه شما الیجیبل نخواهید بود و باید روش دیگری رو انتخاب بکنید. توجه باید داشته باشید که بفرض اگه آیلتس شما میخواید امتحان بدید، آیلتس شما باید حتما جنرال انتخاب امتحان بدید. اگر که الیجیبل شدید در نهایت شما دعوت شدید به کار به اقدام کردن، اما نمره زبانی رو که ارائه میدید نمره آکادمیک باشه، متأسفانه بلافاصله که پروندهتون تو مرحله نهایی هست امتیاز زبانتون رو حذف میکنن، مشابه فردی که نمره زبان نداشته و پرونده شما مختومه خواهد شد. به جنرال بودنش خیلی دقت بکنید و اینکه در تمام اسکیل ها باید نمره 7 رو داشته باشید. به ولید بودن این نمره زبانتون خیلی دقت بکنید. این نمره باید توی زمانی که شما دعوت میشید برای نهایی کردن پروندتون همچنان معتبر باشه. فقط تاریخی که شما دارید پرونده رو تشکیل میدید مهم نیست.
فرض کنید امروز شما تشکیل پرونده دادید برای اکسپرینتری فدرال اسکیل ورکر و در دو ماه آینده داخل موقعی که دارن امتیازات رو حساب میکنن شما جزء محدوده‌ای باشید که دعوتنامه دریافت میکنید. توی تاریخی که شما میخواید اون دعوتنامه رو جواب بدید و قبول بکنید اون آفری که به شما داده شده و مدارک رو میفرستید، توی اون تاریخ هم این نمره زبان شما باید معتبر باشه. چک باید بکنید، سعی کنید که حداقل 6 ماه قبل از اینکه اعتبار نمره زبان شما به اتمام برسه برای اقدام مجددش شرکت بکنید، ثبت نام بکنید و نمرتون رو توی دست داشته باشید. مورد دیگر تحصیلات شما هست. شما یا تحصیلاتتون رو در کانادا انجام دادید یا خارج از کانادا. اگر که در کانادا باشه حتما باید حداقل یک سرتیفیکیت در انتهای دوره به شما داده بشه، یک دیگری محسوب بشه. اینکه به صورت داوطلبانه مثلا دوره موقتی رو شرکت کرده باشید قابل قبول نخواهد بود. حداقل دیپلم دبیرستان هست و اگر که از خارج از کانادا مدرکتون رو گرفتید باید حتما اِوالوییت بشه مدرک شما. به فرض یکی از مراکز معتبری که شما میتونید اقدام بکنید WEF هست که سریع‌تر از بیشتر موارد به شما جواب میدن. اون برای WEF به فرض اگر مدارکتون رو میفرستید باید دقت بکنید اونجا که چند تا حالت مختلف داره، حتما حالتی رو باید انتخاب بکنید که مدرک شما رو برای مهاجرت قرار هست ارزیابی بکنن. با توجه به اینکه آخرین مدرک تحصیلی همیشه محاسبه میشه، اگر که شما مدرکتون رو از کانادا گرفتید احتیاج ندارید عملا، اما اگر که بدون اتمام تحصیلاتتون در کانادا فکر میکنید که واجد شرایط هستید حتما مدرک قبلیتون رو اِوالوییت بکنید. مشابه بقیه روش‌های مهاجرتی شما باید ادمین سیور باشید برای کانادا از نظر سکیوریتی، بک‌گراند چک، موارد قضایی نداشته باشید، به فرض سابقه زندانی شدن یا محکوم شدن بالای 6 ماه نداشته باشید و موارد دیگر مشکلات پزشکی نداشته باشید که از نظر به فرض بیماری های واگیردار یا مواردی که هزینه های زیادی برای سیستم بهداشت درمان کانادا دارن داشته باشید، خود شما یا افراد تحت تکفلتون، و همچنین اینکه کجا میخواید در کانادا زندگی بکنید. شما اگر که در هر منطقه کانادا به جز کبک بخواید زندگی بکنید واجد شرایط هستید برای انتخاب کردن این روش. و مسئله دیگه پروف آف فاند هست. شما باید اثبات بکنید که برای حداقل یک سال خودتون و افراد تحت تکفلتون پول دارید در حسابتون و میتونید حداقل یک سال بعد از پی آر شدنتون خودتون رو ساپورت بکنید. که جدولی رو که ملاحظه میکنید حداقل مبلغی هست که در حال حاضر توسط وزارت مهاجرت اعلام شده و شما باید داشته باشیدش. اما نحوه محاسبات امتیاز برای اون 67 امتیاز مینیمم اولیه که احتیاج دارید از حد امتیاز، برای این زبان شما حداقل 28 امتیاز میتونید داشته باشید که 24 تاش مربوط میشه به زبان اول و حداقل 4 امتیاز برای زبان دومی که دارید. فرض کنید که زبان اول شما انگلیسی باشه و فرانسوی دوم. بالاترین امتیازی رو که میتونید بیارید در حد CLB 9 هست به بالا، تقریبا معادل آیلتس جنرال 8 میشه. هر کدوم از اسکیل ها 6 امتیاز برای شما خواهند داشت و در نتیجه 24 امتیاز شما میتونید از مجموع این حالت داشته باشید. برای چی به این صورت حساب میشه؟ چون که خب حداقل که باید 7 داشته باشید، کمتر از 7 باشید الیجیبل نمیشید.
به فرض توی دو تا اسکیل شما اسکیل بی 7 میشید، یه دونه 9 میشید، یکی 8، به این صورت باید امتیازاتتون حساب بکنید که در این حالت مثلا به فرض میشه به فرض 18 امتیاز، 19 امتیاز اگه اسکیل بی 8 باشه، و حداکثر 4 امتیاز خواهید داشت برای زبان دومتون که اون هم در حد اسکیل بی 5 به بالا، که برای هر تحقیق یک امتیاز شما میتونید داشته باشید و کمتر از اون امتیازی نخواهد داشت. این جدولی هست که برای دوره‌های تحصیلی شما امتیاز قائل خواهد شد. بیشترین امتیازش برای دکترا 25 و کمترینش برای دیپلم‌های دبیرستانی 5 امتیاز. مرحله بعدش رشته‌های پزشکی و مستر دگری ها خواهند بود با 23 و ما بقیش. مجدداً این موارد رو هم شما اگر مطمئن نیستید تحصیلی که کردید رشته X در دوره کالجی چه امتیازی خواهد داشت، اینها رو به تفصیل در سایت وزارت مهاجرت وجود داره و شما میتونید امتیاز دقیقتون رو اونجا چک بکنید. مقدار امتیاز با توجه به سابقه کار حد اکثر 15 خواهد بود که برای 6 سال به بالا، و اگر سابقه کار شما کمتر یک سال باشه با هم الیجیبل نخواهید بود. سنتون زیر 18 که قابل قبول نیست، همینطور که 47 به بالا امتیازی نداره. بهترین حالت بین 18 تا 35 خواهد بود که بالاترین امتیاز رو میگیره، و هر یک سال شما امتیاز از دست خواهید داد تا به 47 سالگی که برسید. اما اگر که پیشنهاد کاری شما در کانادا داشته باشید، چه در این مرحله چه در مرحله بعد، شما واجد امتیاز خواهید شد که در این مرحله 10 امتیاز شما میتونید بگیرید، به این شرط که شما جاب آفرتون حداقل برای طول یک سال باشه. قبل از اینکه شما کانادا تشریف بیارید این جاب آفر رو گرفته باشید از یک کارفرما، برای یک کار ادامه دار باشه، تمام وقت باشه، حقوق دریافت بکنید، حتما لول بی به بالا باشه، و معمولا در این حالت شما باید مدرکی کارفرما براتون بگیره به اسم LMIA که نشون بده این جاب آفری که میخواد به شما بده تأثیری بر بازار کار کانادا نداره و مشکلی برای افراد سیتیزن و افراد PR ایجاد نمیکنه. هزینه ای نداره این المیایی که قرار کارفرما برای ساپورت مهاجرتی شما بگیره، رایگان هست، اما باید حتما ولید باشه، این جاب واقعا باید وجود داشته باشه و به این صورت نیست که هر کارفرمایی بتونه به راحتی این رو بده. موقعی که شما تشریف آوردید باید در صورت پی آر شدنتون برید و مشغول اون کار بشید، وگرنه میتونه حالت میتر پرزنتیشن داشته باشه و فرادی که در مدارک شما. این 10 امتیازی هست که برای ادپتیبیلیتی اخترام خدمتون میتونه 5 امتیاز به خاطر مدرک زبان همسر بگیرید. اگر که قبلا در کانادا تحصیل کرده باشید خودتون یا همسرتون یا کار کرده باشید، اینها هر کدومشون امتیاز داره. سابقه اگر که کار به شما پیشنهاد داده باشن مجددا میتونید از اینجا امتیاز بگیرید، و داشتن یک فامیل خود شما یا همسرتون که در کانادا زندگی بکنه، حداقل 16 سالش باشه، PR یا سیتیزن باشه. این بحث زندگی کردن در کاناداش هم مسئله مهمی هست که بعضی موقع فراموش میشه. به فرض شما خواهر برادری داشته باشید که پی آر باشه اما در حال حاضر کانادا زندگی نکنه، متأسفانه موجب میشه این امتیاز این بخش رو نگیرید. اما فامیل هایی که قابل قبول هستن
والدین شما، پدر بزرگ، مادر بزرگ، فرزند، نوادگانتون و خواهر برادران خود شما و همسرتون، عمو، عمه، خاله و فرزندان آنها خواهند. فقط برای این روش هست که این موارد هم به عنوان فامیل درجه یک حساب میشن. چند موقعیت رو اینجا حالا با هم دیگه مرور میکنیم برای اینکه شاید بهتر بشه برای شما. حالت اول اینه که شما در حالت ورک پرمیت دارید داخل کانادا کار میکنید. اول از همه ورک پرمیتتون که همیشه باید ولید باشه، چه موقعی که دارید اپلای میکنید، چه موقعی که قراره که برای پی آر دعوتنامه به شما داده شده و شما میخواید مدارکتون بگیرید. این ورک پرمیت شما نباید اوپن باشه، بلکه با LMIA باید باشه، حتما در رده B به بالا باشه و شما در حال حاضر برای همون کارفرمایی که اسمش توی ورک پرمیتتون هست دارید کار میکنید. اگر که این کارفرما یک جاب آفر هم بده برای ساپورت کردن شما برای مهاجرتتون، این باعث میشه که هم شما واجد شرایط باشید کامل برای این کار، هم اون امتیازات مربوط به جاب آفر رو کامل دریافت بکنید. اگر که دارید کار میکنید اما شغلی که معاف از داشتن LMIA، باید حتما یکی از شرایط رو داشته باشید. این معافی به خاطر یک قرارداد دو طرفه باشه که کانادا با کشورهای دیگه داره، مثل نفتای سابق. باید حتما این کار شما یک بنفیت خاص برای کانادا داشته باشه. اینها رو حتما بررسی میکنن، یعنی هر شغل معاف از لمیا هم قابل قبول نخواهد بود. یا اینکه حالت بعدش این هست که یک اگریمنتی بین استان‌ها و دولت فدرال باشه، برای حالت خاصی استانی به شما احتیاج داشته، شما رو دعوت کرده برای این شغل و در نهایت طبق این امتیازات لازم رو خواهید گرفت. میشه برای موقعیت فعلی مثلا کووید 19 رو گفت که خیلی از مراکز تحقیقاتی که وجود دارن در جاهای مختلف کانادا محققین از سراسر دنیا رو دعوت کردن، در حال کار کردن هستن به فرض برای تولید واکسن و چون دعوت اون استان‌ها رو داشتید شامل این شرایط خواهید بود. خیلی ببخشید اگر من یه مقدار تون دارم این موارد رو مرور میکنم، چون میخوام به بیشتر بحث برسیم و اما اگر جایی نامفهوم بود در انتهای برنامه حتما مجدداً توضیح خواهیم داد. مورد سوم، در این حالت اگر باشید شما حتما باید همه این شرایط رو داشته باشید که واجد شرایط باشید. یک، اگر که در حال حاضر ورک پرمیت ندارید، باید حتما یک کارفرمایی پیدا بکنید که برای شما LMIA بگیره و حتما کارفرما باید به شما جاب آفری رو بده که حقیقی باشه و برای ساپورت مهاجرتی شما باشه. و حالت چهارم که با شما مجدداً باید همه این مراحل رو داشته باشید. یک، اگر که ورک پرمیت دارید که به شما اجازه میده کار بکنید قانونی در کانادا و در شغلی هستید که معاف هست داشتن LMIA و تحت اون قراردادهای بین المللی یا استانی که قبلا عرض کردیم هم نیست و کارفرمای شما اگر که کار میکنید برای کارفرمای دیگری به جز اون فردی که توی ورک پرمیت شما نوشته شده باشه، کارفرماتون باید یک LMIA جداگونه داشته باشه و شما هم واجد شرایط باشید برای دریافت اون و حاضر باشه که کارفرما این LMIA بینام رو
به شما اختصاص میده. اگر 67 امتیاز رو گرفتید، شما وارد پول اصلی میشید. وارد پول اصلی که شدید، شما هر لحظه امکان این که تغییر بدید، به نوعی بتونید امتیازات خودتون رو افزایش بدید در این سیستم وجود داره. به فرض شما آیلتسی که گرفتید جنرال 6.5 در حد حدوداً سیل بی 7 است، میتونید تو این مدتی که در پول هستید همچنان توان خودتون رو تقویت بکنید، امتیاز خودتون رو بالاتر ببرید، یا همسرتون مدرک زبانی رو بگیرن و وارد امتیازش رو حساب بکنید، یا فامیلی داشتید که پی آر بوده هنوز لند نکرد کانادا، موقعی که شما تشکیل پروفایل دادید تو این پوستر اومده لند کرده، شما میتونید اضافه بکنید و 5 امتیاز ایشون رو برای حالت اول و در خیار امتیاز مربوطه رو بگیرید. پس فکر نکنید موقعی که تشکیل پرونده دادید دیگه تموم شد و فقط باید منتظر باشید ببینید که در اون حد امتیازی که شما هستید رو خواهید آورد یا نه. شما باید سعی بکنید لحظه به لحظه بیشترش بکنید. هر چقدر که در چند ماه اخیر امتیازات پایین اومده، اما همیشه اینطور نخواهد بود. اگر که به هر دلیلی تعداد افرادی که با امتیاز بالاتر، تحصیلات بالاتر، نمره زبان بالاتری در پول بیان، هر لحظه امکان افزایش نمرات هست. پس در نتیجه شما روی حداقل 480 برای فدرال اسکیل ورکر حساب بکنید. به صورت کلی این امتیازات رو اگه بخوایم حساب بکنیم، مرحله اول مسئله سن هست، مرحله سطح تحصیلات شما، نمراتی که برای زبان خواهید گرفت، تجربه کار کاناداییتون. برای همسر شما میتونید افرادی که متأهل هستن امتیاز بیارن با توجه به سطح تحصیلاتشون، نمره زبانشون یا تجربه کاری که در کانادا دارن. چه شما متأهل باشید چه مجرد باشید، در اینجا شما حداکثر میتونید 500 امتیاز بگیرید. اگر تو اسلاید قبل توجه فرموده باشید، برای افرادی که متأهل هستن یک سطح امتیاز داره، برای افرادی که مجرد هستن یک روش امتیازدهی دیگر داره. پس در نتیجه اینجور نیست که اجحافی بخواد بشه در حق افرادی که حالا متأهلن یا متأهل نیستن. باید شما حداکثر میتونید 500 امتیاز رو بگیرید از این طریق. موارد دیگه که میتونه امتیاز شما رو افزایش بده، ماکسیموم 100 امتیاز از این اسکیل ها هست، که به فرض شما نمره زبان CLB 7 به بالا دارید، این کمک میکنه که امتیاز اضافه ای بگیرید اگر که تجربه کار بالا داشته باشید. اونجا سرتیفیکیت از یکی از استانها داشته باشید، سرتیفیکیت شغلی اینجا منظور هست، این میتونه کمک بکنه که امتیاز بگیرید. اما قابلیت این که همه اینها رو با هم دیگه بگیرید ندارید. ماکسیمم 100 امتیازش قابل قبول خواهد بود و در نهایت 600 امتیاز ماکسیمم میتونید از این مرحله نهایی داشته باشید. اگه خواهر و برادری داشته باشید که سیتیزن باشن یا پی آر، 15 امتیاز میتونید بگیرید. اگر که زبان فرانسوی رو بلد باشید، نمره خوبی میگیرید اینجا. ارنج امپلویمنت همیشه 200 امتیاز نیست، ماکسیمومش 200. اگه که پوزیشنی که به شما پیشنهاد داده شده مدیریتی باشه، حد اکثرش که 200 امتیاز هست رو خواهید گرفت. در غیر این صورت اگر رده A یا B باشه، حداکثر 50 امتیاز خواهید گرفت. یا اگر که نامینی استانها بشید، یکی از استانها پروفایل شما رو ببینن، به هر دلیلی متوجه بشن یا محاسبه بکنن که شما به درد اون استان
میخورید میتونن شما رو دعوت بکنن، نامینیتون بکنن و اگر شما قبول بکنید 600 امتیاز اونجا گرفته میشه. در مجموع همه این 4-3 فاکتورها 1200 امتیاز دارن و در حال حاضر شما حدود 480 امتیاز رو اگر بگیرید میتونید امیدوار باشید که انتخاب خواهید شد برای مهاجرت از منطقه. حالت دوم فدرال اسکیل ترید پروگرام هست برای یک سری شغل های خاص. این شغل ها همه در کاتگوری سی حساب میشن، ناک سی، اما باز هم همشون نه. ناک رو باید حساب بکنید. اگر دقت داشته باشید ناک یک کد 4 رقمی داره. 2 رقم اولش رو به اسم میجر گروپ میگن، 3 رقم بعدش میشه ماینر گروپ و رقم 4مش داخل اون ماینر گروپ رده بندیش میکنن. اگه شما میجر گروپ 72, 73, 82 یا 92 شغلی که دارید داشته اونجا باشه، یا ماینر گروپ 632 و 633 که فرد آشپز هستن، قصابای صنعتی، شما واجد شرایط برای روش دیگری میشید که فدرال اسکیل ترید ورکر باشه، حالت دوم اکسپرس انتری. همطور که عرض کردم خب رده شغلی پایین تری هستن و خیلی ها ممکنه که این سوابق شغلی رو در کشور خودشون داشته باشن و شغل هایی هم هستن که معمولا بازار کار خوبی دارن در کانادا و همیشه به نیرو احتیاج هست. مشکلی که متاسفانه ما در بین جوامع ایرانی زیاد میبینیم نقص مدرک زبان هست. اگر که به فرد یک فردی آشپز باشه و در حد آیلتس جنرال 6.5 به بالا بتونه مدرک بگیره، واقعا روش های چه فدرال چه استانی خیلی زیادی خواهد داشت. اگر که شما دوستی، فامیلی، فردی دارید که در یک از این رده های شغلی فعالیت میکنه، میتونید تشویقشون بکنید اگه قصد اومدن به کانادا رو دارن که روی زبان خودشون به ویژه کار بکنن. اما اینجا حداقل شما باید 2 سال سابقه کار داشته باشید به جای 1 سالی مینیمومی که قابل قبول بود برای حالت قبل، و این 2 سال رو باید حداقل در 5 سال داشته باشید به جای 10 سالی که در حالت قبل داشتید. شرط اساسی دیگری که وجود داره برای پذیرفته شدنشون این هست که یا یک جاب آفر شما باید داشته باشید در چیزی که با ناک سابقه قبلیتون مرتبط باشه، یا اگر که سابقه جاب آفری ندارید، حالت بعدی که میتونه خیلی ها رو کوالیفای بکنه این هست که یک سرتیفیکیت استانی بگیرید. به فرض شما ارخونم خدمتتون آشنایی دارید، خواهری دارید، برادری دارید سابقه آشپزی داره، حالا فقط به عنوان مثال شما میتونید دعوتنامه براشون بفرستید با ویزیتوری اینجا تشریف بیارن. در استانی که تشریف دارید ببینید که اون شغلی که هست آیا احتیاج به سرتیفیکیت خاصی داره برای کار کردن یا نه. اگر داشته باشه، خیلی هاشون هستن که دوره های کوتاه مدتی دارن، میره 6 ماه، که احتیاج به استادی پرمیت هم ندارن، میتونن یه فرد شرکت بکنه و امتحان هم بده، حالا اگر نشد داخل 2 تا سفر بیاد. اگه به هر دلیلی بتونه این سرتیفیکیت های کوالیفیکیشن رو دریافت بکنه، میتونه واجد شرایط باشه برای این حالت. مجدد هر جایی میتونید باشید به جز استان کبک، حالت ادمیسیبل بودن رو باید داشته باشید، اما مقدار فاندی که وجود داره فکر میکنم مقداری متفاوت هست و باید حداقل مقداری هست که باید نشون بدن دارن. یک نکته شاید بد نباشه اینجا من مجدد تاکید کنم روش، دقت باید داشته باشید که آفیسرها این روزها از تفاوت نرخ ارز در ایران با خبرند. اگر قراره که نامه
فاندی، پروف فاند رو شما ارائه بکنید، چه برای این حالت، چه برای به فرض استادی پرمیت، ورک پرمیت که میخواید اقدام بکنید، سعی کنید که با نرخ اصلی باشه، نرخ بهره آزاد اون مبلغ رو ارائه بکنید، که خدای نکرده به خاطر همچین چیز کوچیکی پرونده ریجکت نشه. به فرض الان دلار کانادا اگر تو بهره آزاد ایران حدودش 17 هزار تومان هست، بانک‌ها با دلار 3-4 هزار تومانی دارن نامه رو میدن، به اون اکتفا نکنید. سعی کنید که خودتون محاسبه رو داشته باشید بر حسب این مینیمومی که احتیاج هست. سطح زبانی که احتیاج هست برای این روش خیلی کمتر از حالت قبلی که حداقل CLB 7 بود. شما باید برای speaking و listening در حد CLB 5 داشته باشید و reading و رایتینگ در حد حداقل CLB 4. CLB 4 خب یه چیزی از آیلتس جنرال 4 هم عملا پایین تر میشه، بین حدود 3.5 تا 4 میشه و مجددا کمتر از 2 سال ازش گذشته باشه ولید باشه موقعی که میخواید برای پی آر اقدام بکنید. این حالت احتیاج نیست که حتما مدرک تحصیلی خاصی داشته باشید، برای افرادی که زیر دیپلم هستن هم در نتیجه میتونه مفید باشه، هرچند که اگر مدرک بالاتری داشته باشید در سیستم امتیاز دهی بالاتر میایید و احتمال انتخاب شدنتون بیشتر خواهد بود. اگر که مدرک شما کانادایی نیست، باید مجدداً باید اِوالوییتش بکنید، دقت داشته باشید که حتما برای ایمیگریشن اِوالوییت شده باشه. و اما حالت سومی که وجود داره در سیستم اکسپرینس اینتری، روش کانادین اکسپرینس کلاس یا همون سابقه کار کانادایی هست. تنها کارهای قابل قبول هستند که رده مدیریتی، پروفیشنال یا تکنیکال باشن، نیرو A یا B. در این حالت اگر شما به صورت سلف ایمپلوید کار کرده باشید یا کار در دوران دانشجویی، متأسفانه قابل قبول نخواهد بود. برای سابقه کارتون خیلی دقت بکنید. من دیدم مواردی رو که در حالات کار میکنید، موقعی که دارید برای شرکتی کار میکنید به شما گفته میشه که شما برید شرکتی رو ثبت بکنید و بعداً قرارداد با شرکت شما بسته میشه. در این حالات قرارداد مستقیما با شما نیست و طرف قرارداد اون شرکتی هست که شما دارید برای ثبت میکنید. توجه داشته باشید در این حالت شما عملا سلف ایمپلوید محسوب میشید. اگر که میخواهید سلف ایمپلوید نباشید و برنامه شما تجربه کانادایی هست، باید از انجام دادن این کارها واقعا اجتناب بکنید، چون واجد شرایط نخواهید شد برای این کار. شما برای این کار اجباری ندارید مدرک زبان داشته باشید، اما با توجه به اینکه در سالهای اخیر تعداد داوطلبانی که برای کانادین اکسپریانس هست داره روز به روز بیشتر میشه و باز هم عرض میکنم در این روش هیچ امتیاز دهی خاصی شما نداره، مثلا واجد عرض خدمتتون حد اقل ها رو که داشته باشید شما میتونید وارد این سیستم بشید، اما این روز به همه افراد دعوت نامه داده نمیشه. همه افرادی که سابقه کار کانادایی دارن، شما باید رنگ خودتون رو بیارید بالا در اون سیستم. یکی از راهاش این هست که مدرک زبان داشته باشید، هرچند که طبق قانون اجباری نیست. یک سال حداقل سابقه کار باید داشته باشید در سال گذشته. تأکید میکنم باید مجدد دقت بکنید سلف ایمپلوید نباشه. اگر که فول تایم باشه، فول تایم نباشه، پارت تایم هم قابل قبول هست و در این روش احتیاجی نیست که حتما کانتینیو باشه. شما میتونید در زمانهای مختلف رو با هم دیگه جمع بکنید و هر زمان که در مجموع 3 سال گذشته تونستید یک سال کار جمع بکنید، مدرک داشته باشید براش، برای این کار اقدام بکنید.
در این حالت اگر که ناکی که میخواد شرکت بکنید، شغلی که الان دارید نیروی A باشه، شما حداقل باید مدرک نیروی 7 رو داشته باشید و برای شغل‌های B حداقل 5 رو، برای اینکه بتونید توی اون سیستم امتیازدهی خودتون رو بیارید بالا. کمتر از اون قابل قبول نخواهد بود. مجدد در این روش هم سابقه تحصیلی خاصی احتیاج نیست، هرچند که داشتنش موجب میشه که رنگتون بالاتر بیاد. این سه تا روش هایی بودن که در سیستم اکسپرس اینتری شما هر سه تا رو میتونید شرکت بکنید موقعی که یک پروفایل تشکیل میدید برای اکسپرس اینتری. با توجه به پرسشنامه‌ای که اونجا می‌نویسید و شرایطتون، شما میتونید واجد شرایط یکی یا بیشتر از یکی از این موارد باشید. اگر که هر یک از این شرایط رو نداشتید، روش‌های فدرال دیگری هم وجود داره برای شما، اینکه میتونید اون روش‌ها رو هم انتخاب بکنید. یکی از روش‌ها روش آتلانتیک هست که مربوط میشه به روش مهاجرتی 4 استان شرقی کانادا. روش آتلانتیک به خاطر این هست که محاسبه شده در سالهای اخیر دیدن افرادی که به صورت پی آر دارن وارد کانادا میشن، معمولا به ندرت اون استانهای شرقی رو انتخاب میکنن. برای اینکه بتونن کمبود نیروی کار رو در اون مناطق جبران بکنن، این روش به صورت پایلوت تعریف شده که تا مارچ و اپریل 2021 ادامه داره و بعد از اون برای ادامه دادنش یا برای پرمننت شدنش تصمیم گیری میشه. این روش خودش سه تا نیروشاخه داره، یکی برای اینترنشنال گریجویت پروگرام هست، یکی برای های اسکیل پروگرام و اینترمیدیت اسکیل پروگرام ها. برای اینترنشنال گریجویت پروگرام باید دقت داشته باشید که احتیاج نیست که شما اصلا هیچ سابقه کاری قبلا داشته باشید، چه در کانادا و چه خارج از کانادا. اما احتیاج هست که از یکی از مراکز تحصیلی دانشگاهی یا کالج در اون مناطق آتلانتیک شما فارغ التحصیل شده باشید، نه همشون، لیستشون رو باید در وبسایت چک بکنید و حداقل 16 ماه در از 2 سال رو که طول مدت تحصیلتون باید باشه رو در اون استان‌ها باید طی کرده باشید. شرایط فارغ التحصیل شدن رو باید داشته باشید، نمره زبان باید ارائه بکنید در حد اینکه نشون بدید که قابلیت مکالمه به زبان انگلیسی رو دارید. حتی اگر از اونجا فارغ التحصیل میشید، در تمام روش‌های این استان به نمره زبان احتیاج هست. یعنی اینجوری نمیتونید بگید خب من 2 سال به فرض اونجا رفتم مستر خوندم، چرا باید مدرک زبان بدم؟ احتیاج دارید حتما یک به عنوان نمونه آیلتس جنرال رو هم ارائه بکنید. به اندازه کافی هم باید پول داشته باشید که خودتون رو ساپورت بکنید مطابق با جدول‌هایی که عرض کردم خدمتتون. شما باید مدت زمان تحصیلتون همچنان عرض کردم حداقل 2 سال باشه. فول تایم استودنت باید باشید. اگر که به صورت پارت تایم تبدیل بکنید تحصیلتون، متأسفانه واجد شرایط نخواهید بود. حداقل 24 ماه قبل از این که بخواید برای این روش اقدام بکنید باید فارغ التحصیل شده باشید. اگه بیش از 2 سال گذشته باشه باز هم واجد شرایط نخواهید بود و حداقل 16 ماه هم داخل همون مراحل مناطق طی کرده باشید. بر موقعی که دارید این 16 ماه رو محاسبه میکنید باید دقت داشته باشید اگر که شما کاندیشنال پذیرش گرفتید در اون منطقه و احتیاج دارید که نمره کورس زبان، حالا چه به انگلیسی چه فرانسوی رو اونجا بگذرونید،
اون مدت برای شما قابل محاسبه نخواهد بود. آموزش از راه دور در اون مناطق متأسفانه قابل قبول نخواهد بود، هرچند طبق دستورالعمل جدید برای پست گریجوییت ورک پرمیت حداکثر تا نیمی از مدت تحصیل شما قابل محاسبه است، اما اون طول مدت برای روش مهاجرتیتون قبول نمی‌کنه مگر اینکه دستورالعمل جدید بیاد براش. و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید باید یه جاب آفر بگیرید از اون مناطق. اون جاب آفر میتونه توی هر لولی باشه، زیرو ای بی یا حتی سی. میشه تقریبا گفت که بعیده که فردی فارغ التحصیل کانادایی بشه و حداقل در شغل رده سی به بالا که میشه گفت نزدیک به کارهای جنرال هست نتونه شغلی رو پیدا بکنه. این شغل شما حتما باید از کارفرماهایی باشه که برای این منطقه تایید شدن. به صورت مداوم این لیست داره آپدیت میشه، هر کدوم از این 4 تا استان لیست کارفرماهاشون رو به صورت پابلیک منتشر میکنن. محرمانه نیست، شما میتونید به راحتی دسترسی پیدا بکنید، هرچند که لیست بلند بالاییه. ممکنه یک استان به فرض 500 تا کارفرما رو، 1000 تا کارفرما رو معرفی بکنه. شما میتونید برید این لیست رو در بیارید، هر شغلی که این کارفرماها معرفی کرده باشن واجد شرایط برای این کار خواهد بود، به شرط اینکه سیزنال نباشه، فول تایم باشه، حداقل برای یک سال و رده سی به بالا باشه. حالت دوم آتلانتیک های اسکیل پروگرام هست که شما باید در سال گذشته حداقل به مقدار یک سابقه کار داشته باشید در رده شغلی بی به بالا، یه جاب آفری پیدا بکنید که معادل باشه با همون سابقه شغلی که شما قبلا داشتید. پارت تایم هم قابل قبول هست اگه سابقه کار شما پارت تایم بوده، اما متأسفانه حالت سلف ایمپلوید قابل قبول نیست. نمره زبان در حد مکالمه اعلام میشه برای این روش قابل قبول هست، اما برای اینکه شما بعد تاییدیه استانی رو بگیرید بعد از پیدا کردن کارتون، پیشنهاد میشه که در حد اسکیل بی 5 به بالا حداقل مدرک زبان داشته باشید و واقعا بتونید مکالمه زبان رو داشته باشید. حتی اگر چون میدونید توی به جان بحث مهاجرتیتون، بحث شما با اون کامیونیکیشنی که باید بکنید با کارفرما، خودتون رو اثبات بکنید که پیشنهاد شغلی که میخواد بهتون بده شما خودتون رو اثبات بکنید که واقعا واجد شرایطش هستید، حداقل ها رو باید داشته باشید. مدرک دانشگاه احتیاج نداره، حداقل دیپلم دبیرستان قابل قبول هست که باز هم باید توسط مؤسسات ارزیابی شده باشه. جاب آفرتون باید مشابه همون شغلی باشه که داشتید، هرچند گفته میشه طبق قانون احتیاج نیست دقیقا مشابه همون ناچ باشه، اما نمیتونه خیلی هم دور باشه به دو دلیل. یکی این که اگر که شما سابقه کارتون زمینه نداشته باشید، به ندرت کارفرمایی رو پیدا خواهید کرد که به شما این پیشنهاد شغلی رو بده، چون که داوطلبان بسیار زیادی داره از مناطق مختلف جهان. و مسئله دیگری که هست این هست که پیشنهاد شغلیتون حتما باید رده سی به بالا باشه، حداقل برای یک سال باشه، فول تایم باشه و باز هم سیزنال نباشه. intermediate skill پروگرام ها مشابه همون حالت قبل هست، به جز اینکه شرایط کاری بسیار آسان تری رو دارن. حالت های مختلفش هست، من فکر میکنم فقط یه مقدار مجبوریم باز هم سریع تر بریم، یک سری از این موارد رو
مرور بکنیم، چون حدود یک سال یک ساعت وقتمون گذشته که بتونیم موارد بیشتری رو پوشش بدیم. این اسلاید ها رو در انتهای برنامه در اختیار آقای شکوری قرار میدم و در وبسایت مؤسسه پند و همچنین در کانال مهاجرتی روادید بعد میتونید مطالعهشون بکنید. هر سوالی هم بود در آینده در خدمت شما خواهیم بود. روش دیگه روش رورال اند نورثرن ایمیگریشن پایلوت هست، RNIP، که تعریف شده برای شهرهای کوچک و شهرهایی که در مناطق شمالی برخی از استانات منظور از نورتر سه تا منطقه شمالی نورت تریتوری یا یوکان نیست، منظور همین استانا مثل بریتیش کولومبیا، ساسکاچوان، مانیتوبا و اونتاریو هست، شهرهایی که توی محدوده شمالی ترش هستن، شهرهایی هستند که قابلیت پیشرفت خیلی زیادی دارن، صنایع و بقیه موارد دارن اونجا پیشرفت میکنن، اما احتیاج دارن به اینکه نیروی کار بیشتری رو داشته باشن. چهار تا مرحله داره برای اینکه واجد شرایط باشید برای اونجا. اولا که هم باید مواردی رو که خود وزارت مهاجرت میگه اون شرایط رو باید داشته باشید، هم شرایط خاصی رو که هر یک از اون شهرها و مناطق اعلام کردن. یه شغل باید اونجا پیدا بکنید که به شما پیشنهاد حداقل یک ساله بدن و به صورت فول تایم. موقعی که اون جاب آفر رو گرفتید، اون تاییدیه توسط کارفرمای شما و یک سری فرم ها به اون کامیونیتی داده میشه، بررسیش میکنن و میبینن که آیا شما به شرایطتون به شرایط اون منطقه میخوری یا نه، و بعد در نهایت اگر که همه چیز مورد تایید بود برای اقامت دائم کانادا میتونید اقدام بکنید. یکی از مواردی که میتونه توی مرحله سوم گره بندازه داخل کارتون این هست که شما به فرض فامیل درجه یک دارید در یکی دیگه از استانهای کانادا، این امکان داره که به نوعی احساس اگر بکنن که شما واقعا قصد ندارید داخل اون مناطق باشید، پرونده شما رو تایید نکنن. این یکی از برنامه‌ای هست که اگر شما آشنایی نداشته باشید شاید بیشتر بهتون کمک بکنه برای پذیرفته شدن در این روش. این لیست شهرهایی هست که در حال حاضر برای این روش شما میتونید اقدام بکنید، به جز نورت بی در اونتاریو و موجا در ساسکاچوان که هنوز مراحلشون تکمیل نشده، تاییدیه ها رو نگرفتن، اما بقیه هم توی میبینید دو فرد پنج تا شهر در اونتاریو، دو تا مانیتوبا، ساسکاچوان، آلبرتا و دو منطقه در بریتیش کولومبیا واجد شرایط برای این روش هستن. در سال گذشته برای این کار باید حداقل یک سال سابقه کار داشته باشید، حتما احتیاج نیست فول تایم باشه، میتونه پارت تایم هم باشه. باید توجه داشته باشید که سابقه کاری که دارید نمیتونید فقط یک عنوان شما معرفی بکنید و بگید که من سابقه کار اون رشته رو دارم، شما تمام شرح وظایفتون رو هم باید حتما اعلام بکنید، شرح وظایفتون با اون چیزی که به مربوط به ناک مربوطه میشه طبق تعریف‌های کانادایی باید حتما منطبق باشه و شما بیش از نیمی از اونها رو باید تجربه انجامش رو داشته باشید. Work experience و نمره زبان که معمولا در این CLB 4 به بالا قابل قبول هست، با توجه به شغلی که میخواید داشته باشید یک تحصیلاتی یا که حداقل هست رو باید داشته باشید. اصلا خدمت شما مشابه بقیهشون حداقل پول لازم رو باید داشته باشید، باید علاقه داشته باشید که در اون منطقه زندگی بکنید و
تموم شرایطی رو که هر منطقه داره که هر کدومشون داخل وبسایت خودشون نوشتن رو باید دارا باشید. برای کسانی که اینترنشنال استودنت هستن و در اون مناطق دارن تحصیل میکنن شرایط بسیار خوبی در نظر گرفته شده، به طوری که میتونید با داشتن حداقل 2 سال سابقه تحصیلی که اونجا دارید به آسونی تاییدیه اون مناطق رو بگیرید. اولندش اینکه شما با اون مناطق آشنایی دارید و این کمک میکنه به اینکه بتونید با امپلویرایی که اونجا هستن راحت‌تر در ارتباط باشید حتی قبل از اینکه تحصیلتون تموم بشه، و از همه مهمتر اینکه اون کامیونیتی میدونه که شما چون که تحصیل کردید ابراز علاقتون برای موندن در اونجا حتمی هست و درصد تاییدتون خیلی بالا میره. به خاطر همین هست که موقعی که دوستانی به ما مراجعه میکنن برای گرفتن پذیرش تحصیلی، یکی از مواردی که ما معمولا بهشون پیشنهاد میکنیم همین مناطقی دانشگاهی هست که توی مناطق رورال ایریا هستن. دانشگاه های بزن بزرگی در این مناطق وجود داره. اگر هدف شما گرفتن اقامت دائم کانادا باشه، قبل از تشریف آوردن میتونید یکی از این دانشگاه ها یا کالج ها را هم مد نظر داشته باشید، یا حتی اگر در ابتدای کار هستید باز هم به راحتی میتونید سویچ بکنید و به منطقه دیگری برید، همین رورال ایریا و بعضی دانشگاه ها و کالج های آتلانتیک میتونه آیتم خیلی مهمی باشه براتون. نمره زبان در اینجا اگر که شغل نیرو A باشه 6، بقیهش هم جور که از خلاف خدمتون 5 به بالا، 5 برای B و C و D ناک 4 قابل قبول هست. ایژوکیشن مشابه بقیه موارد هست. و اما طرح دیگری که وجود داره برای فدرال روش اگری فود هست. این یکی از جدیدترین روش هایی هست که دولت فدرال معرفی کرده برای مهاجرت به کانادا. قبل از پندمی که کووید 19 بود دقیقا مشخص شد این روش، اما یک مقدار طول کشید تا عملا لانچ شد. از می امسال حدود 2 ماه پیش شروع به کار کرده. ممکنه که برای خیلی از دوستان ایرانی این روش مفید نباشه، اما این رو عرض میکنم به صورت خلاصه خدمتتون برای اینکه ممکنه که دوستی آشنایی داشته باشید یا احیانا فردی این شرایط داشته باشه. به خاطر این میگم که خیلی ممکنه به در ما نخوره، چون که سابقه کار کانادایی احتیاج داره و سابقه کار هم حتما باید همراه با LMIA باشه. LMIA رو باید قبل از اینکه وارد کانادا شده باشید دریافت کرده باشید که شرایط سختی رو ممکنه ایجاد بکنه. علاوه بر شرایط عادی که داره، نمره زبان پایینی میخواد، اما احتیاج هست که این سابقه کار در صنایع خاص و شغل‌های خاصی باشه. این کد صنایعی هست که فرد باید در اون صنایع حتما کار کرده باشه و در شغل‌های خاصی که به این صورت میبینید بیشترشون در حالتهایی هستن مانند به فرد قصاب صنعتی یا صنایع تولید محصولات غذایی، مزارع، گلخانه ها، مثلا تولید قارچ. اینها شغل هایی هستن که مد نظر این روش هست. این روش محدودیت داره
با توجه به هر کدوم از صنایعی که عرض کردم، تعداد افرادی که پذیرش میشن در هر سال محدود هست، اما اگر به فرض توی حالت اول فار سوپروایزر 52 نفر به فرض اقدام بکنن، 50 نفر اول انتخاب بشن، تمام هزینه ای که پرداخت کردن نفرات بعد بهشون بازگشت داده میشه. ما تقریبا یک ساعت و ربع از وقتی که داشتیم گذشت. جناب شکوری، نمیدونم تشریف دارید یا نه، ما احتیاجی هست که آنتراکی داشته باشیم وسط یا ادامه بدیم تا اونجایی که وقت اجازه میده؟ فکر کنم با توجه به اینکه مطلب زیاد هست، اگر که برای شما مشکلی نیست اگر ادامه بدیم خوبه، چون اگر بهترین حالت اینه که وقت کنیم حداقل چند تا از سوالای دوستان رو جواب بدیم آخرش. من فایل آماده کردم، خیلی سوالات زیاد هست و منطقا به همشون نمیرسیم. البته خیلی ها رو شما جواب دادین، ولی میتونیم که بحث رو ادامه بدیم، آخرش چند تا سوال داشته باشیم و بعد من سوالا رو برای شما میفرستم که زحمت بکشیم پاسخ بدیم. حتما. خب، روش های استانی رو ما شروع میکنیم با اونتاریو، با توجه به اینکه میدونم برنامه توسط مهاجرتی پند در اتاوا برگزار شده، بیشتر دوستانی که شرکت کردن احتمالاً افرادی هستن که در اتاوا و اونتاریو ساکنن، به خاطر همین با دیتیل کامل این روش استانی رو با همدیگه مرور میکنیم. امیدواریم که وقت بشه برای بقیه استانها هم به اندازه کافی وقت بزنیم. متأسفانه استان اونتاریو برای برخی از روشهاش در حال حاضر بسته و مشخص هم نیست کی باز بشه. قبل از اینکه برنامه شروع بشه، من دیدم سالی که دوستان درباره همین مستر اسکریم اونتاریو بود. متأسفانه برای روش امپلویر جاب آفر که فارین ورکر استریم باشه یا اینترنشنال استودنت استریم و همچنین مستر گریجویت استریم در حال حاضر بسته، هیچ مشخص نیست که چه زمانی این روش باز خواهد شد و به همین دلیل پیشنهادی که به تمام دوستان هست اینه که اصلا برنامه‌ای که دارید برای آیندتون رو با این روش ها تنظیم نکنید. اگر که فارغ التحصیل شدید در مستر، حتما در کنارش به فکر برنامه های دیگری باشید، چه به فرض فدرال اسکیل ورکر یا کانادین اکسپریانس یا روش های استان های دیگه برای فارغ التحصیلان دارن، یا دو روش دیگری که عرض کردم خدمتون، روش آتلانتیک و رورال ایریا که میتونن خیلی کمک بکنن به شما برای گرفتن سریع‌تر اقامتتون. اما روش هایی که باز هستن برای اونتاریو، یکیش OINP این دمند اسکیل استریم هست. برای این کار افراد باید جاب آفر داشته باشن در یکی از این رده های در این شغل ها، یا کشاورزی باشه یا ساخت و ساز باشه یا رانندگی ماشینالات سنگین باشه یا پرسونال ساپورت ورک ها، که تعریف هر کدوم از اینها در وبسایت وزارت مهاجرت مشخصه. احتیاجی نیست که حتما شما در کانادا باشید، شما میتونید از خارج از کانادا هم برای این کار اقدام بکنید. تمام کارها آنلاین انجام میشه، هیچ چیزی رو شما احتیاج نیست با کاغذ بفرستید. چیزی مشابه اکسپرس اینتری هست به اسم OINP این فایلینگ پورتال. ما در مؤسسه مهاجرتی روادید افتخار داریم که مجوز ای فایلینگ رو داریم از طرف استان اونتاریو و تمام این روش ها رو ما میتونیم از طرف کلاینت هامون خودمون ارسال بکنیم. احتیاج نیست که شما خودتون شخصا اقدام کنید برش. جاب آفری که شما باید داشته باشید باید فول تایم باشه،
متوسط حقوقی که توی اونتاریو قرار داده بشه برای اون شغل باید داده بشه. شغلی که داده میشه باید حتما برای کار اون کارفرما لازم باشه. نمیتونن یک شغلی رو به فهم دوست شما، فامیل شما برای شما ایجاد بکنه، بگه که فلان پوزیشن وجود داره و من پیشنهاد کار رو میخوام بهشون بدم. این کار واقعا بررسی میشه، برای رشد اون بیزینس میتونه باشه، اما باید حقیقی باشه. شغل باید حتما در اونتاریو باشه. اینکه کارفرما به فرض در تورنتو ثبت شده قابل قبول نیست. شما نمیتونید برای یک دفترش به فرض داخل ونکوور کار بکنید. حتما شغل باید در همین منطقه باشه. و شغل‌های خاصی برای این روش قابل قبوله. به جز ریکوایرمنتی که برای جاب آفر هست، خود افراد هم باید سوابقی رو داشته باشن. یک سابقه کار باید داشته باشید. حداقل 9 ماه به صورت مجموع فول تایم باید کار کرده باشید. این خیلی نکته مهمی، احتیاج نیست که حتما کانتینیوس باشه. شما میتونید که جمع بکنید سوابقی که دارید و حتما ناکش باید مشابه باشه با جاب آفری که دارید میگیرید. اگه شغلی که قراره به شما داده بشه احتیاج به لایسنس داره، به فرض جوشکاری احتیاج به لایسنس داره، حتما باید اون رو دریافتش بکنید. حداقل باید زبان در حد CLB 4 داشته باشید. مدرک تحصیلی حداقل های اسکول قابل قبول هست. بخواید حتما در اونتاریو زندگی بکنید. و اگر در حال حاضر در اونتاریو و کانادا دارید زندگی می کنید، حتما لیگال باشه. این یکی از دلایلی هست که بعضی دوستان با ویزای ویزیتوری که میان دقت نمی کنن. باید شما توجه داشته باشید که موقعی که تشریف میارید، اگر که آفیسر در فرودگاه برای شما مدت زمان مشخص تعیین نکرده باشه، شما حداقل 6 ماه میتونید از اون تاریخ در کانادا تشریف داشته باشید. و اگر میخواید بیشتر از 6 ماه اینجا باشید، یا باید ویزیتور رکورد بگیرید، اجازه بگیرید که بیشتر اونجا باشید، یا حداقل یک ورود و خروج داشته باشید، یا یعنی اینکه استاتوستون رو تغییر داده باشید. مواردی بودن که بیشتر از این مدت قانونی در کانادا وجود داشتن، دقت باید داشته باشید. تمام ورود و خروجای شما در کانادا ثبت میشه. و اگر که یک روز هم غیر قانونی شما در اینجا حضور داشته باشید بیشتر از اون 6 ماه، این موجب میشه که استاتوس غیر قانونی داشته باشید. حالا موارد بسیار زیاد دیگری هم هست برای استاتوس ایلیگال که در قانون نوشته شده. شغل هایی که برای این روش قابل قبول هستن لیست شده، بعدن که پاورپوینت رو دیدید میتونید کاملا مطالعهشون بکنید. روش دیگری که اونتاریو داره برای افرادی هست که اینجا PhD میخونن. افرادی که PhDشون در اونتاریو میتونن با بدون عمل دغدغه راحت به درسشون بپردازن. این روشی هست که همیشه در طول سال بانه، تا به حال نشنیدم که بحث شده باشه، و همیشه اونتاریو و کانادا به شما احتیاج داره. سوالی بود که یکی از دوستان در هفته گذشته کردن، دانشجوی PhD بودن. من این رو مجدد اینجا با تاکید آوردمش. شما حتما باید دوره دکتراتون تمام شده باشه که برای این روش اقدام بکنید. قبل از اون متأسفانه واجد شرایطش نخواهید بود. شرایطی که حتما باید همشون رو داشته باشید برای اینکه واجد شرایط این روش بشید، یکی تحصیلات هست
که باید حتما تحصیلاتتون رو در اونتاریو انجام داده باشید. باید حداقل در 2 سال گذشته قبل از اپلای کردن 1 سالش رو در اونتاریو ساکن باشید. این به ویژه برای دوستانی که در اتاوا دارن زندگی میکنن اما محل زندگیشون در گتین و کبک هست، باید دقت داشته باشن که به فرض اگه دارن دوره مستری رو میخونن حداقل 1 سالش رو باید 1 سال قبل از اقدام برای اپلای کردن باید در اونتاریو سکونت داشته باشن. ستلمنت فاند رو حداقل باید داشته باشن، علاقه باید داشته باشن که در اونتاریو زندگی بکنن. معمولا مدرک نیادی برای این کار تقاضا نمیشه، همین که شما ابراز علاقه بکنید برای حضور در این استان کفایت میکنه. اگر در کانادا هستید مجدد لگال استاتوس باید داشته باشید، مراقب باشید که استادی پرمیتی که شما دارید در زمان تحصیل باطل نشه. شاید خنده‌دار باشه اما من دیدم فردی رو که حتی تا 1 سال تمام شده بوده استادی پرمیتش، فراموش کرده بوده که باید اون رو تمدید بکنه. شما باید دقت داشته باشید که اولا این تاریخ اکسپایرش رو همیشه مد نظر داشته باشید، حداقل 3 ماه قبل از اکسپایر شدنش برای تمدیدش اقدام بکنید و بدونید که مدت زمان خاصی داره که بعد از اکسپایر شدنش شما پروندهتون رو بخواید مجدداً بازگشایی بکنید برای اینکه بتونید استادی پرمیت رو داشته باشید. اپلیکیشن پریودی که برای این کار وجود داره حداقل 2 سال هست برای اقدام و اما میرسیم به سومین حالتی که اونتاریو داره برای مهاجرت. روشی هست برای افرادی که علاوه بر زبان انگلیسی به زبان فرانسوی هم تسلط نسبی داشته باشن. روش خیلی خوبیه. من این رو اگر دوستانی از کبک الان اینجا تشریف دارن، چه دانشجو هستن یا اینکه پذیرشو گرفتن و قرار بیان الان به فکر گرفتن اقامت آیندهشون هستن، اگر که در همینه زبان فرانسوی اطلاعات خوبی دارید یا میتونید خودتون رو تقویت بکنید یا جزء اون 18 تا پرونده کبک بودید که متأسفانه باطل شدند، این یک روش بسیار مناسب برای شما خواهد بود، چون که آشنایی با زبان فرانسوی رو دارید، مدرکشو میتونید بگیرید، یک مدرک زبان انگلیسی رو هم بگیرید. مقدار پذیرشی که میکنه استان اونتاریو برای فرانسوی زبان ها نسبتاً خوب هست. مشابه سابق سایر روش های مهاجرتی که عرض شد، شما باید حداقل ورک اکسپریانس براش داشته باشید، سابقه تحصیلی باید داشته باشید. مهمترین مسئله زبان هست که زبان فرانسویتون باید CLB حداقل لول 7 باشه. معادل فرانسویش رو بگیم تقریبا میشه گفت شما باید B2 داشته باشید در تمام اسکیل هاتون و علاوه بر اون CLB 6 به بالا در انگلیسی هم داشته باشید، تقریبا میشه گفت معادل آیلتس جنرال 5. ستلمنت فاند باید داشته باشید، جدت باید حتما در اونتاریو بخواید زندگی بکنید، حضور شما در کانادا قانونی باشه و اینکه این روشی که وجود داره برای فرنچ اسپیکینگ ها بخشی از دوتا حالت اکسپرسینتری هست، یعنی شما رو جداگونه شما نباید براش اقدام بکنید. موقعی که فایل تشکیل میدید در سیستم اکسپرس اینتری، زبان فرانسویتون و انگلیسی رو موقعی که وارد میکنید و اونجا انتخاب میکنید که علاقه دارید توی اونتاریو زندگی بکنید،
واجد شرایط برای این روش خواهید بود و این استان شما را دعوت میکنه، همون بطن 600 امتیازی هست که میتونید بگیرید و عملا واجد شرایط بشید براش، چه برای فدرال استیل ورکر پروگرام یا چه کانادین اکسپریان کلاف. اگر واجد شرایط باشید میتونید واجد شرایط برای این روش هم باشید. من باید مجدد اینجا تأکید میکنم برای دوستانی که میخوان فدرال استیل ورکر امتیازشون رو بیارن بالا، اگر فکر میکنن امتیازشون رو از دست دادن، اگر فکر میکنن نمیتونن آیلتس جنرال 8 بیارن، به فرض آیلتسشون در حد 6 هست، شاید بد نباشه یک مدت 6 ماه یک سال بذارن فرانسوی رو بخونن. اگر با این روش موفق بشن این شرایط مینیموم رو داشته باشن، میتونن واجد شرایط 600 امتیاز برای نامینی شدن افتانی رو داشته باشن. اونتاریو اکسپرس اینتری هیومن کپیتال پریوریتی استریم روش دیگری هست که اونتاریو برای یک سری شغل‌های خاص و ناکهای خاص گذاشته، بیشتر میشه گفت برای حالت رشته های فایننس هست یا بعضی رشته های خانواده علوم پزشکی، اینها به امکان داره که تغییر بکنن، اما ناک سابقه شغلی شما حتما باید مواردی باشه که یک میشه در هر زمان سابقه کار مجدد باید داشته باشید، سابقه تحصیلات، سطح زبانتون حتما باید CLB 7 به بالا باشه و مجدداً مشابه حالت قبلی اونتاریو اکسپرس اینتری هست، شما باید اول پروفایل اکسپرس اینتری تشکیل داده باشید، اگه اون 67 امتیاز اولیه رو داشته باشید و بعداً در هر یک از این شغل‌ها در حال حاضر سابقه کار داشته باشید میتونید واجد شرایط باشید برای نامینی شدن استان اونتاریو. روش دیگری هست که اونتاریو از طریق اکسپرس اینتری مهاجر جذب میکنه، اسکیل ترید استریم برای میجر گروپ 72 73 82 و ماینر گروپ 63. ورکینگ اکسپریانستون باید در طول 2 سال گذشته باشه حتما. یه سرتیفیکیت یا لایسنس اون پیشنهاد شغلی که قراره به شما بشه را حتما باید از اینجا داشته باشید. حتما باید در حال حاضر در اونتاریو ساکن باشید و سکونت شما باید حتما قانونی باشه. اگر که در حال حاضر با ورک پرمیت شما در اونتاریو ساکن هستید، موقعی که میخواید برای این کار اپلای بکنید برای این روش احتیاج نیست که حتما شغل داشته باشید. سطح زبانی که میخواد نسبتا پایین هست، در حد CLB 5، settlement fund باید داشته باشید و علاقه داشته باشید در اونتاریو زندگی بکنید. روش استانی دیگری را که با هم بررسی خواهیم کرد روش استانی بریتیش کولومبیا به اسم BTPMP Pathway. خودش با توی روش های مختلفی مهاجر میگیره، یکی از طریق اکسپرس اینتریه، یکی روش استانیش یا اسکیل ایمیگریشن. اسکیل ایمیگریشن شامل 5 تا تیر مجموعه است: اسکیل ورکرها، اینترنشنال گریجویت، اینتری لول اند سمی اسکیل، هلث کیر پروفشنال و اینترنشنال پست گریجویت ها. حالت بعدش که بعد میرسیم بهش روش اکسپرس اینتریه بی سی، اینها تبدیل میشن به 4 تا و اینترنشنال پست گریجویت رو دیگه نخواهیم داشت. مختصر اگه بخوایم درباره هر کدومشون بگیم،
اسکیل ورکر بیتی شما باید سابقه کار در رده نیرو A B داشته باشید، حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط داشته باشید، بتونید خودتون سپورت بکنید، همون مقدار فاندی هست که باید حداقل با خودتون داشته باشید. اگر در کانادا هستید به صورت قانونی اینجا حضور داشته باشید. اگر که در لول بی قرار هست کار بکنید، باید مینیمم زبان رو داشته باشید. و پیشنهاد کاری که به شما میشه، باید مینیمم حقوقی که در بریتیش کلمبیا داده میشه رو داشته باشه و از اون مقدار مساوی بالاترش باشه. برای اینترنشنال گریجویت شما باید علاوه بر فارغ التحصیل شدن، باید حتما یک شغل فول تایم داشته باشید در رده حداقل اینترمدییت، باید پرمننت باشه رده بی به بالا، واجد شرایط باشید برای کار کردن در اون استان، پول بندهی کافی داشته باشید، به صورت قانونی اونجا حضور داشته باشید. اگر که هر مدرکی رو گرفتید از مؤسسات آموزش عالی کانادا، باید در طول سال گذشته باشه. برای افرادی که قرار در رده شغلی بی به بالا کار بکنن، حداقل نمره زبان در نظر گرفته میشه و حقوقتون باید بالاتر از مقدار متوسط باید باشه. روش انتری لول انتمی اسکیل طراحی شده برای افرادی که در رده شغلی سی یا دی میخوان سابقه کار دارن و کار بکنن. مقدار سابقه کاری که قابل قبول هست براش حداقل 9 ماه هست که در اون رده های شغلی بخوان کار بکنن. با حداقل نمره زبان احتیاج هست، احتیاج دارید که جاب آفری اونجا داشته باشید، باید قابلیت اینو داشته باشید که در اون استان کار بکنید. اگر که تو کانادا هستید اون مدارک شما قانونی باشه و حقوق شما هم با متوسط اون شغل در بیتی بالاتر باشه. هلکر پروفیشنال در چند ماه اخیر خیلی به ما گفتن که مؤسساتی در ایران به ما پیشنهاد دادن، گفتن که شما از این روش میتونید مهاجرت بکنید و لینک صفحه مهاجرت از طریق هلکر پروفیشنالی بیتی رو هم بهشون دادن به عنوان سند که بله نیو کنه مثلا به فرد متخصص پزشکی یا پرستار میتونه به این استان مراجعه بکنه. اگر که میخواید در این روش ها شرکت بکنید، خودتون چه از طریق مؤسساتی که متأسفانه بیشترشون در ایران غیر مجاز هستن، لطفاً وارد دیتیلشون بشید، همه شرایطشون رو چک بکنید، چون که شرایطی رو داره که متأسفانه میشه گفت عملاً ایرانی هایی که در حالا هر کسی کانادا نیست به ندرت واجد شرایطش میشه، به جز کشورهایی که قرارداد خاصی رو با بیتی یا با کانادا دارن، چون عملا شما باید واجد شرایط باشید برای اینکه به صورت رجیستر شده در کانادا کار بکنید که با تحصیلاتی که در ایران میشه عملا میشه غیر ممکنه. چندین مرحله امتحان داره، امتحانهای خیلی طولانی هم هست. با اینکه فقط یک لینکی رو شما می‌بینید داخل وبسایت، مثلا هم عبارتش میگن گولشون رو نخورید و تمام جزئیات رو طلب از کسی که می‌خواد باش قرارداد ببندید طلب بکنید. اینترنشنال پست گریجوییت برای اینکه برای این روش واجد شرایط بشید،
باید به صورت قانونی در اینجا تحمیل کرده باشید و تحصیلاتتون باید در بیخی باشه حداقل در 3 سال گذشته و علاقه داشته باشید در این استان تحصیل بکنید. برای این روش خاص تمام رشته ها قابل قبول نیستن. شما باید مستر یا پی اچ دی داشته باشید در به عبارت نشنال ساینس ها یا هلت ساینس که این لیست رشته هایی هست که قابل قبولن برای این استان و این روش خاص. اکسپرس انتری بی سی همجور که عرض کردم از 4 روش هست: اسکیلد ورکر ها، اینترنشنال گریجویت، هلث کیر پروفشنال، اینترنشنال گریجویت. تفاوتش با حالت قبلی چیه؟ حالت قبلی شما باید از طریق پورتال خود بی سی اقدام بکنید و بی سی شما را نامینیت میکنه و بعد اقدام میکنید برای گرفتن اقامت دائمتون. اما در این روش شما اول باید برید پروفایل اکسپرس انتری تکمیل بکنید، بعد اعلام بکنید که قصد دارید در بیخی ساکن باشید و بعد از اون سایر مدارکتون رو که تکمیل میکنید برای یکی از این 4 شاخه واجد شرایط باشید و بریتیش کلمبیا شما را انتخاب بکنه. اکسپرس انتری بی سی اسکیل ورکر مشابه همون حالت قبل هست، با این تفاوت که باید شما اول واجد شرایط باشید برای هر یک از اون 3 حالت اکسپرس انتری و بعد سایر شرایط رو داشته باشید. 67 امتیاز اولیه براش باید حساب بشه و بعد از اون اقدام بکنید. اینترنشنال گریجویت همینطور علاوه بر فارغ التحصیلیتون باید واجد شرایط برای اکسپرس انتری هم باشید. اکسپرس انتری بی سی هلثکیر پروفشنال به همین صورت و اینترنشنال پست گریجویت. روش دیگری داره بی سی به اسم تک پایلوت. تک پایلوت تقریبا جدید هست و خیلی گمنامه در بین ما ایرانی ها. 29 تا رشته شغلی مختلف وجود داره که در وبسایت ایمیگریشن بی سی، ویلکام تو بی سی، اگر مراجعه بکنید آخرین لیستی که اونجا وجود داره هر لحظه آپدیت میشن و نمیشد اینجا بیارمش خدمت شما. کسانی هستن، شرکت هایی که تکنولوژی بیس هستن و به افراد که تو این زمینه تخصص دارن احتیاج دارن. خیلی روش سریع هست. اگه شما خودتون یا هر کدوم از آشنایانتون یکی از این 29 شغل رو سابقه دارن میتونن اقدام بکنن براش، به شرط اینکه حداقل یک سال سابقه کار براش داشته باشین و موقعی که دارید اقدام میکنید جاب آفری که به شما داده شده تو اون تاریخ حداقل 120 روز اعتبار داشته باشه. به صورت هفتگی بریتیش کلمبیا دعوت نامه صادر میکنه برای افرادی که از این طریق میخوان اقدام بکنن. به خاطر هم هست که عرض میکنم خیلی سریعه. و نکته دیگری هم که داره این هست که اگر که شغل شما تکنولوژیک هست و کارفرمایی رو سراغ دارید که به شغل شما احتیاج داره اما شغل شما در این 29 تا وجود نداره، باز هم میتونه کارفرمای شما اگر که احساس بکنه شما براش مفیدید با دولت بریتیش کلمبیا مکاتبه بکنه و استثناء بکنه، یعنی به عبارتی اون شغل رو اضافه بکنه به این 29 تا. پس اون لیست 29 تا رو حتما ملاحظه بفرمایید اگر که دیدید در اون نیست اما نزدیک به اون طیف شغل ها هست، باز هم امکان این رو دارید که
بفرمایید برید داخل وبسایت جاب بانک کانادا، MBT رو انتخاب بکنید، شغلای تکنولوژی که اونجا رو، و با کارفرماها مکاتبه بکنید که برای شما بخوان مکاتبه بکنن. ما حدوداً 20 دقیقه وقت داریم، سعی میکنم در 5 تا 10 دقیقه فقط به طور خلاصه بقیه افتانها روش هاشون رو بگم که چه روش هایی هست. وارد دیتیل هیچ کدومشون نمیشیم، همجور که اتون زدم متاسفانه که کم بود و وقت داریم، امیدوارم که در آینده وقت داشته باشیم هر کدوم از این برنامه ها رو با جزئیات بیشتری با همدیگه مرور بکنیم. افتان دیگه آلبرتا هست، AINP، که دو تا حالت مختلف داره، یکی اپورچونیتی استریم و دیگه اکسپرس انتری استریم. مانیتوبا پرمننت نامینی پروگرام که یک مدت خیلی محبوب بود، افراد زیادی از این طریق مهاجرت کردن. اسکیل ورکر استریم داره، اینترنشنال استودنت ورکینگ گریجوییت و اسکیل ورکر اورسیز، که این یکی از همچنان یکی از روش های محبوب هست برای افرادی که در کانادا نیستن و میخوان نامینی استانی مانیتوبا رو بگیرن، میتونه مورد بسیار مناسبی باشه. منطقه شمال غربی کانادا روش مهاجرتی خاص خودش رو داره، امپلایر درایون استریم، اسکیل ورکر، NWT Express Entry. متأسفانه مناطق شمالی باز هم میشه گفت به نوعی بین ما ایرانی ها و شاید حالا بشه گفت خاورمیانه ها مهجور هستن. برای خیلی ها که روش های دیگر رو براشون قابل قبول نیست، یعنی واجد شرایط نیستن، این استان ها میتونن، این مناطق میتونن شرایط خوبی رو داشته باشن، به شرط اینکه همون اولش در نظر نداشته باشید که من اگر از طریق اون منطقه نامینی شدم و پی آرامو گرفتم چه زمانی میتونم به تورنتو و ونکوور مهاجرت بکنم، جا به جا بشم. ساسکاچوان روش های بسیار زیادی داره برای مهاجرت استانی، توی دو دفعه بزرگ تقسیم بندی میشن، اینترنشنال اسکیل ورکر اپلیکیشن ها و ورکر ویت ساسکاچوان ورک اکسپریانس اپلیکیشن. حالت اول اینترنشنال اسکیل ورکر ها، ایمپلویمنت آفر، اینترنشنال اسکیل ورکر اوکوپیشن این دمند ها و اینترنشنال اسکیل ورکر ساسکاچوان اکسپریانس انتری. حالت دومش اسکیل ورکر ویت اگزیستینگ ورک پرمیت، همی اسکیل اگریکالچر ورکر وید اگزیستینگ ورک پرمیت، هلث پروفیشنال، هاسپیتالیتی سکتور پروژکت، لانگ هال ترک درایور پروژکت اند استودنت. این موردی که وجود داره برای لانگ هال ترک درایور پروژکت ها میتونه آیتم خیلی مناسبی باشه برای دوستانی که در ایران سابقه رانندگی ترانزیت دارن، به شرط اینکه حداقل نمره های زبان رو داشته باشن. یکی دیگه از مناطق شمالی یوکان هست که این هم برای خودش روش خوبی داره، آمار نسبتا مناسبی هم داره برای مهاجرهایی که این منطقه رو انتخاب میکنن. اسکیل ورکر پروگرام، یوکان اکسپرس انتری و کریتیکال ایمپکت ورکر پروگرام، بخش های مختلفی هست که یوکان داره برای متوازیان مهاجرت. کبک که سیستم مهاجرتی کلن جداگونه ای داره از بقیه استانها، شما در بقیه استانها با وزارت مهاجرت دولت فدرال عملاً روبرو هستید، هرچند که برای نامینی های استانی با ادارات استانی هم باید مکاتبات داشته باشید یا تاییدیه بگیرید، اما برای کبک شما یک مرحله اضافی یا یک سرتیفیکیت اضافی از کبک باید بگیرید و بعد از اون هست که واجد شرایط میشید برای اقامت گرفتن. یکی حالت رگولار هست، رگولار اسکیل ورکر ها که با سیستم آریما معروف هست، با
کاری ما مدتی پیش را افتاده جایگزین حالت قبلی شده، بسیار شبیه اکسپرس انتری دولت فدرال هست و به همون طریق یک پول داره، افراد داخلش میتونن امتیازات خودشون رو بیشتر بکنن. برای اینکه سرتیفیکیت کبک معروف CSQ سرتیفیکیت سلکشن دو کبک رو دریافت بکنن. حالت دیگرش کبک اکسپریانس هست، پروگرام اکسپریانس کبکوا، که برای افرادی هست که سابقه کار در کبک دارن یا سابقه تحصیلات در کبک، در حال تغییر هست. پیشنهاداتی که دادن جدیدن داره روش رو سخت‌تر میکنه، اما چون هنوز تصویب نشده در پارلمان، قابل بحث کردن هم در حال حاضر نیست. و سلف ایمپلوید کبک هم که با روش سلف ایمپلوید فدرال کاملا روش متفاوتی داره. خیلی ممنون که تا اینجای کار با ما بودید. میدونم که خیلی مجبور شدم تونتون بگم، ممکنه بعضی جاهاش یک مقدار قاطی شده باشه با هم دیگه، لطفاً عفو بکنید. با توجه به سری گفتن و کم بوده وقت میخواستم به تمام بخشا برسم، ممکنه بعضی جاهایی اشتباهات کوچیکی هم در کلام گفته شده باشه که اگر لازم هست حالا در سوالات شما اینجا یا بعد حتما تصحیحش خواهم کرد. خوشحال میشیم با ما همراه باشید در سوشیال مدیاهایی که داره مهاجرتی روادید، توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، یا در کانال و گروه های مهاجرتی که ما داریم. خوشحال خواهیم شد. ما معمولا خود من و سایر دوستان ادمین هایی که هستن در گروه ها پاسخگوی شما خواهیم بود، به جز سوالاتی که مثلا به فرض فلان بخش فلان فرم رو ما چی باید بنویسیم که معمولا ربطی به این گروه ها نداره، اما تمام سوالات کلی شما درباره روش های مهاجرتی، چجوری میتونیم حالا پذیرش بگیریم، درباره ورک پرمیت، استادی پرمیت و غیره رو اونجا ما با کمال میل پاسخگو هستیم. آدرس ما 143 پرستون استریت طبقه 11 اتاوا است. تلفن ما تول فری هست در آمریکای شمالی، به راحتی میتونید تماس بگیرید 1-800 روادید، فکر کنم راحت هم باشه برای حفظ کردن. ایمیل ما info@ravadid.ca. خیلی ممنون که تا اینجا نزدیک به 150 دقیقه گذشته و همچنان با ما هستید. من پاسخگوی سوالات شما هستم تا اونجایی که بشه، مورد رو استاب بکنم با اجازتون که شما دوستان رو بیشتر ببینم. الان آقای شکوری من در خدمتونم، اگر تا اونجا که بشه الان جوابگو هستیم، اگر نباشه حالا یا سوالات رو همونجور که عرض کردم شما بفرستید تا اونجا که بتونیم جواب میدیم، یا دوستان میتونن به گروه های ما مراجعه بکنن، یا من حالا داخل همین چت باکس لینک های مربوط به گرفتن وقت مشاوره یا ارتیابی مهاجرتی رو میفرستم براشون. فرم ارتیابی مهاجرتی ما رایگان هست، تکمیل بکنید دوستان، ما بهترین روشی که وجود داره رو با ایمیل به شما اطلاع میدیم. در خدمت. عالی، ممنون از لطفتون، مرسی، خیلی اطلاعات خوبی بود. حالا شما فرمودین که یه جایی رو سریع رد شدیم، ولی همینقدر که این اشراف رو داشته باشیم که چه برنامه های موجود هست، بعد خب دوستان یا میتونن با شما در تماس باشن یا از وبسایت canada.ca اطلاعات بیشتر رو بگیرن. خیلی خوب بود. سوالا خیلی زیاد هست آقای منصوری، یعنی من الان بیشتر از 60 تا سوال که دستبندی کردم اینجا دارم، بعید میدونم تو این 7-8-10 دقیقه بهش برسیم. من میخواستم از شما سوال کنم آیا امکانش هست ما یک جلسه ای از شما وقت بگیریم فقط برای پاسخگویی به سوالات، یعنی همین سوالات باشه مثلا من برای شما بفرستم، همین دوستانی هم که اینجا هستن و براشون لینک رو بفرستیم که یه جلسه زوم داشته باشیم و فقط پاسخ به سوالات باشه، چون ممکنه بعضی از سوالاتی که من میخونم، البته خیلی ها رو شما جواب دادین، ولی حالا اینم اگه لطف کنین بهش فکر کنین، من بعدم با شما حالا بیشتر صحبت میکنم که اگر نیاز بود یه جلسه بله خیلی هم بهتر باشه آقای شکوری، چون همجا میفرمایید تعداد سوالات خیلی زیاد هست. خب
جواب دادنشون به صورت تایپ کردن هم خب خیلی میتونه وقت بگیره. همین دقیقاً، چون شما بخواید تایپ کنین ساعت ها وقت میگیره براتون، فکر کنم که آره. با مدرک میتونیم اگر که سوال مختصری هست همینجا در خدمت شما و بقیه دوستان باشیم، وگرنه میتونیم بعد از جلسه هفته آینده برنامه دیگری رو بنذاریم. حتما، بسیار عالی. پس اون ما حتما با هم هماهنگ میکنیم. من چند تا سوالی که حالا توی هر کاتگوری کوتاه‌تر بود من مطرح میکنم براتون. راجب جاب آفر و المایه چند نفر سوال کردن، من سوالا رو میخونم، سه تا سواله، بعد شما اگه خواستیم مثلا همه رو با هم جواب بدیم. یکی که گفتم برای جاب آفر حتما باید امپلویر ثابت کنه کسی جز شما نیست که بتونه این جابو بگیره، و یه نفر دیگه هم گفتن که نامه کارفرما کافیه یا باید مدرک دیگری هم از مثلا از جمله مدارک ارسالی به اداره مالیات هم دمیمه بکنیم برای جاب آفر. این دو سوال، این سه سوالی که هم هست که دوستان پرسیدن، اگر بعد از فارغ التحصیلی در کانادا جاب آفر بگیریم قبول نیست؟ من آخری پس با اجازهتون شروع میکنم. نیا کنیم، برای بعضی روش ها قابل قبول هست، بعضی هاش قابل قبول نیست. موردی که باید حتما خارج از کانادا باشید برای گرفتنش رو عرض کردم خدمتون، اما برای به عبارت یک مورد باید حتما خارج از کانادا باشید، برای بقیه میتونید داخل کانادا هم باشید و جاب آفر بگیرید. نکته‌ای که وجود داره، نگاه کنید موقعی که قراری که به شما جاب آفر داده میشه دو تا حالت داره. یکی برای موقعی هست که یک پوزیشن شغلی خالیه و شما قراره اونجا کار بکنید، یکی دیگه برای این هست که میخوان شما رو ساپورت بکنن برای مهاجرتتون. اگر برای ساپورت مهاجرت باشه، احتیاج نداره که اون شغل رو ثابت بکنن. گشتیم الان دنبال افرادی کانادایی باشن یا پی آر باشن و برای اون شغل پیدا نکردیم، چون که در حال حاضر قرار نیست شما برای اون شغل کار بکنید. اما اگر شغل به طرف پوزیشن خالیهی باشه و قرار باشه شما همین الان مشغول به کار باشید، بند اولا که اون شغل باید حقیقی باشه، دوما باید حداقل، حالا با توجه به شغل‌های مختلف فرق می‌کنه، مثلا حدود 3 ماه باید آگهی شده باشه. آگهی شده باشه یکیش حداقل باید در جاب بانک کانادا باشه و با توجه به افتانی که وجود داره در وبسایت‌ها یا مجلات تخصصی کاریابی اونجا حداقل در دو تای دیگه آگهی شده باشه. تمام مدارک کانادا وقتی ایمپلویر بررسی میشه باید حتما پیرول اکانت داشته باشن، کارمند داشته باشن، مقدار سابقه شون، مقدار درآمدشون و اینها همه بررسی میشه برای اینکه بخوان لمیا رو صادر بکنن. بسیار عالی. یه سری سوالات زیادی هم راجع به سابقه کار هست. من تا جایی که اطلاعات خودم اجازه میداد دستبندیشون کردم. سوال اینطوری هست که فرصت مطالعاتی با ویزای کلوز ورک پرمیت و TA و RA این هم جزء سابقه کار محسوب میشن، و یه سوال دیگه هم هست راجع به فریلنسرها و سلف امپلوید ها که آیا این هم جزء سابقه کار محسوب میشن؟ فریلنسر ها و سلف امپلوید ها تمام روش ها رو نمیتونن شرکت بکنن، به عنوان نمونه اسکیل ورکر ها رو، همجور که تاکید کردم اونجا که شما نمیتونید سلف ایمپلوید باشید. بحث تی ای و آر ای با توجه به اینکه کانتینیوس نیستن، در هر ترم یک مقدار خاصی چند ماه شما در این زمینه کار میکنید، با برای سابقه کار کانادایی قابل قبول نخواهد بود. اما برای افرادی که عرض خدمتتون برای دوره تحقیقاتی اگه اشتباه نکنم فرمودید، فرصت مطالعاتی با ویزای کلوز ورک، بله، تشریف میاره، حالا چه میتونه به فرض در دوران دانشجویی باشه یا به عنوان پست داک تشریف آوردید، در صورتی قابل قبول هست که شما حقوق بگیرید. خیلی موقع ها افراد تشریف میارن اینجا، قبول میکنن که به صورت سلف فاندد بیان اینجا و حقوقی دریافت نمیکنن،
اگر حقوق اینجا دریافت نشه، نه متأسفانه به عنوان سابقه کار قبول نمیشه. اما اگر حقوق گرفته بشه، هر چقدر هم کم، میتونه سابقه کار محسوب بشه براش. این در رابطه با کوآپ و پارت تایم هم صادقه. اگر تو کوآپ و پارت تایم حقوق بگیرن همینه. چون دو تا سوال راجع به کوآپ و پارت تایم هست و یه سوال هم راجع به مشاغل کامیشن بیسد هست که حقوق ثابت نداره ولی کامیشن میگیرن. کامیشن هم معادل حقوق محسوب میشه. بسیار عالی. یه سوالی رو پرسیدن که آیا مرخصی زایمان اون حالت ادامه دار بودن کار رو به هم میزنه برای فدرال اسکیل ورکر یا کانادین اکسپریانس کلاس؟ اگر بعد از مرخصی دوباره به همون کار برگردیم، آیا این اون یک نواختی حساب میشه یا بخته حساب میشه؟ بحث مرخصی هایمان رو حقیقتش من تا به حال برخورد نکردم باهاش. این رو اگر اجازه بدید من باید داخل منوئل ها چک بکنم و بعد پاسخ رو بدم خدمت. بسیار. بعد یه سوال گفتن اگر امتیازمون بدون سابقه کار برسته به حد مورد نیاز، آیا باید باز یک سال سابقه کار رو داشته باشیم؟ بله، بعد این روش ها مینیمومش رو احتیاج داره. و یه دو مورد دیگه که دوستان سوال کردن، برای نشون دادن سابقه کار از ایران حتما از بیمه باید سابقه بیمه رو داشته باشند یا به شکل دیگه میتونن؟ داشتن بیمه به صورت دقیق هیچ جا ذکر نشده که حتما باید شما بیمه داشته باشید یا نداشته باشید، به ویژه به اینکه کارفرماهای زیادی داخل ایران متأسفانه نفراتشون رو بیمه نمی‌کنن و این یک چیز شناخته شده در سیستم مهاجرتی کانادا. اما صرفا داشتن یک نامه از کارفرما هم جوابگو نخواهد بود. شما باید به اندازه کافی مدرک داشته باشید برای این شغلتون. این شغل میتونه حالا یا حکم کارگزینی باشه، قرارداد اولیه‌ای که شما با کارفرما امضا کردید، سند مبنی بر اینکه شما به صورت ماهانه حقوق دریافت می‌کردید، پرینت حسابای بانکیتون باید اون رو نشون بده و همچنین رفرنس باید داشته باشید در حدی که در اون شرکت بتونن تایید بکنن ادعای شما رو. به عبارت اگر بیمه ندارید، احتیاج به مدارک تکمیلی بیشتری دارید برای اثبات شغلتون. بسیار عالی. یه چند تا سوال هم راجع به وقفه در کاری که شما اونا رو جواب دادین که باید کار پشت سر هم باشه اون یک سال. در رابطه با زبان چند تا سوال مطرح کردن دوستان، گفتن که گفتن اگر امتیازمون بتونه نمره زبان رو کاور کنه، باز هم CLB 7 مهمه برای فدرال اسکیل ورکر؟ احتمالاً منظورشونه بله. بعد گفتن اگر نمره زبان برای هر اسکیل در یک CLB باشه، نمره زبان تک تک حساب میشه، یعنی ممکن است 2 تا 4 و 2 تا 5 باشه؟ همینطوره. در دوره‌های زبان فرانسه آیا صرف شرکت کردن در یک دوره مثل دوره زبان UDM شرط زبان رو محقق میکنه یا باید حتما آزمون بدن؟ نه حتما باید آزمون بدن. باید امتحان بده بشه. یه سوالم پرسیدن که آیا دریافت شهروندی بعد از اقامت دائم به مدرک زبان بروز نیاز داره؟ بله. هرچند مربوط به این وبینار ما نیست، بله حد با احتیاج به مدرک داری. یه سوالی که از دوستان پرسیدن، حالا خیلی باز به این وبینار ممکنه مربوط نباشه ولی چون گفته بودن خیلی نگران هستن راجعش، من مطرح میکنم. گفته بودن با توجه به اینکه بایومتریک رو انجام دادن برای ویزای دانشجویی، راهی هست که پرونده رو جوری بفرستن که یکم فرصت داشته باشن تا کار پیدا کنن، یعنی یه وقفه بیفته براش؟ چون گفته مسئول مهاجرت دانشگاه به من گفتن که الان چون بایومتریک بسته است تقریبا 6 ماه طول میکشه تا ورک پرمیت بعد تحصیل شما صادر بشه. از این زمان میتونید برای پیدا کردن کار استفاده کنید. امتیازش هم برای اکسپرس انتری استفاده میشه. بعد میگن بعضی که بایومتریک ندادن شامل این شرایط میشن، ولی ایشون که بایومتریک دادن، آیا امکانی هست که جوری وقت بخرم برای پر کردن مسابقه کار؟ من حقیقتش فقط درک نمی کنم که بایومتریک چه ربطی داره الان به فارغ التحصیلی ایشون، چون بایومتریک برای موقعی که شما میخواید وینا و پرمیت اولیه رو بگیرید، موقعی که فارغ التحصیل میشید یا برای چیز دیگه عملا به بایومتریک احتیاج ندارید. ببخشید من میتونم سوالم بپرسم؟ سوال من بود.
عذرخواهی میکنم. اگر خیلی سریع یا اگر امکانش باشه بعد از جلسه با آقای منصوری مطرح کنه. خب باشه چشم. نمیخوام. آره نمیخوام وقتتون رو بگیرم. ولی فقط چون همین یه نکته رو میخوام بگم که این بایومتری که آقای منصوری لازمه، بعد هندیا یا اکثر دوستای من که هندیان پارسال 2018 واجب نمونده بایومتریک بدن برای استادی پرمیتشون، ولی از 2019 که من اومدم برای همه دانشجو واجب شده. الان چون چیزا بسته است، سنترایی که بایومتریک بگیرن بسته است، این بهونه شده خب به خاطر کووید بسته است. خب صبر کنید که باز شه بعدن جوابتون میدیم که رفتید بایومتریک دادید. متوجه منظور من شدید؟ حالا الان من آلردی من دادم بایومتریکمو قبلا به خاطر استادی پرمیتم، عملا من هیچ نقصی تو پروندم ندارم، ولی نیاز به این وقته دارم. کاری میتونم بکنم؟ من حالا خارج از این بحث بایومتریکش بخوام بشیم، شما اگر که فارغ التحصیل شدید الان تا قبل از اینکه پست گریجویت ورک پرمیت رو بگیرید واجد شرایط برای کار کردن هستید، چون که واجد شرایطید در نتیجه هر کاری هم الان پیدا بکنید قانونی خواهد بود و اگه بقیه شرایطش رو داشته باشید به عنوان سابقه کار کانادایی شما محسوب میشه. آخه فرمودید تا وقت استودنت هم نمیشه. شما عرض کردم اگه فارغ التحصیل شده باشید. همون من بعد بلافاصله بعد از فارغ التحصیل 6 ماهو میخوام که بگردم. شما هر تاریخی که دانشگاه تایید بکنه یا کالجتون تایید بکنه که فارغ التحصیل شدید از اون تاریخ، بعدش روز فردا شما برید کارو فول تایم انجام بدید، از همون روز برای شما حساب میشه. اوکی متوجه شدم. خیلی ممنون. چون وقتمون گذشته من یک سوال دیگرم مطرح میکنم، اینم جزو سوالای اورژانسی بود. یکی از دوستان گفتن که من یک پروگرام یک ساله مستر خوندم و این آگست تموم میشه، احتمالاً به هم ویزای کار یک ساله بدن. میخواستم بدونم در صورت یافتن کار که توی ناک مورد نظرم باشه، آیا امکان تمدید این ورک پرمیت بعد از تحصیل هست که بتونم حداقل یک سال رو برای گرفتن امتیازش کار کنم؟ الان آفر پارت تایم دارن ولی میترسن که اینو فول تایمش نکنن. حالا اگه درست متوجه شده باشم، ایشون یک دوره یک ساله خوندن، در نتیجه گریجویت ورک پرمیت یک ساله گرفتن، اما چون که یک سال سابقه کار فول تایمشون رو نمیتونن تکمیل بکنن، میخوام ببینن چه کار میشه. میخوام ببینن آیا امکان تمدید این ورک پرمیت هست که بتونن کار فول تایم پیدا کنن و یک سال پر کنن، چون میگن ویزای همسرم هم به من وابسته است و این نگرانشون کرد. بله، برای این کار حتما احتیاج دارن که یک جاب آفر داشته باشن، جاب آفری که همراه با LMIA باشه، و برای اینکه ورک پرمیت همسرشون هم تمدید بشه باید حتما در رده بی به بالا باشه، وگرنه همسرشون ورک پرمیتش تمدید نمیشه. یه حالت دیگش این هست برای تمدید ورک پرمیتشون که توی یکی از روش‌های مهاجرتی شرکت کرده باشن و تاییدیه اولیه رو گرفته باشن. در اون حالت با مجددا واجد شرایط خواهند بود برای تمدید ورک پرمیتشون، معروف به ورک پرمیت بریج، برای افرادی که خارج از کبک هستن و میتونن قانونا کارشون رو ادامه بدن تا موقعی که مهاجرتشون فاینال بشه. بسیار عالی. یه سوال دیگه هم هست، من آخرین سوالی که میخونم براتون، گفتن خانومی هستن که استادی پرمیت، حالا خانومی آقا استادی پرمیت دارن، همسرشون اوپن ورک پرمیت دارن، میگن امکانش هست که بعد از اینکه مدرکم رو گرفتم و یک سال در اون ناک خاص کار کردم، برای پی آر به صورت مجرد اقدام کنم و نگم که متأهل هستم اینجا، چون که میگن امتیاز همسرشون نمیتونن امتیاز کافی رو بیارن، برای همین باعث میشه امتیاز ایشون هم بیاد پایین. میخوام ببینن که با توجه به اینکه متأهل هستن، ولی آیا امکان داره پرونده رو به صورت مجرد جلو ببرن، پی آر رو بگیرن و بعد برای همسرشون اقدام کنن؟ امکانش هست بله. در این صورت فقط با توجه داشته باشن که با وجود اینکه متأهلن، چون همسرشون تو پرونده مهاجرتیشون نیست، امتیازهایی که میخوان حساب بکنن و مشابه مجرد باید حساب بکنن و بله موقعی که پی آرشون رو گرفتن لند کردن، بعد میتونن اسپانسر همسرشون بشن و وارد بشن. من گفتم آخرین سواله، ولی یه سوال دیگه هم اگه لطف کنین. یکی از دوستان هستن که 16 ماه درس خوندن ولی بهشون یک سال پست گریجویشن ورک پرمیت دادن، میگن آیا امکانش هست من اعتراضی بکنم راجع به این که این بیشتر بشه؟ ایشون واجد شرایط هستن برای اینکه به اندازه طول مدت ورک پرمیت رو بگیرن، مگر اینکه بخشی از اون مدت دوره زبانی باشه که
با حالا کالج یا دانشگاه طی کرده باشن، یا اینکه این مدتی که کمتر صادر شده به خاطر اعتبار پاسپورتشون بوده. اگر که هیچ کدوم از این دوتا نیست، بله قبل از اینکه تموم بشه میتونن اقدام بکنن و به اون مقدار حدود 4 ماه به اصطلاح ورک پرمیتشون رو بگیرن. بسیار عالی. خب دیگه 6 دقیقه هم وقت گذشته، سوالات زیادی هست. من حالا اگر اجازه بدیم بعد از جلسه با شما صحبت میکنم، یا به صورت کتبی من براتون بفرستم شما لطف کنید جواب بدید، یا اینکه بعد از جلسه هفته آینده یه جلسه ای رو تعیین کنیم که فقط صرفا پاسخ به سوالات باشه، که من حتی من قبلش میتونم سوالا رو از دوستان جمع کنم و تو اون جلسه من همینجوری سوالا رو بخونم و شما پاسخ بدید. بله خیلی عالیه. من توی چت باکس هم یه لینک برای دوستانی که احتیاج به مشاوره دارن ارسال کردم، اگه میخوان یادداشت بفرمایید calendly.com/rawadid، حالات مختلفی که برای مشاوره هست میتونن دوستان مراجعه بکنن اونجا، وقتشون رو رزرو بکنن. و لینک دیگری که الان ارسال میکنم خدمتون برای ارزیابی مهاجرتی هست که ما میتونیم برای دوستان انجام بدیم، بهترین روش ها رو بگیم، rawadid.info/assessment. اگه توی البته وبسایت ما هم تشریف ببرن، برای وبسایت فارسیمون rawadid.info و غیر فارسیمون rawadid.ca در بالای صفحه میتونن لینک ها رو مشاهده بکنن. بسیار عالی. خب بله لینک هم که اومد، دوستان اگر میخوان میتونن لینک رو کپی پیست کنن داشته باشن هر دو لینک رو. ممنون از لطفتون آقای منصوری، وقت خوبی رو گذاشتین در اختیار ما، اطلاعات مطمئناً بسیار مفیدی رو در اختیار دوستان قرار دادین. ما منتظر هستیم که هفته آینده، برای اطلاع دوستان من بگم ما در خدمت آقای منصوری هستیم باز همین روز همین ساعت چهارشنبه از ساعت 6 تا 8 با بحث جاب، با بحث اینوستمنت هستش و جاب آفرها که اطلاعات اونجا هم هستیم. دوستان سوالاتشون رو میتونن قبل از جلسه بفرستن برای من و در طول جلسه هم میتونن سوالاتشون رو مطرح. ممنون از لطفتون، مرسی. مرسی از دوستانی که تا این ساعت ما بودین. امیدوارم شب خیلی خوبی همگی داشته باشید. همچنین. مرسی. شبتون وقت بخیر.